خب دوستان دیگه من نمیتونم منتظر بمونم شروع میکنیم جلسه امروز رو پتنامی زروان حاکب نه پتنامی بگم پتنامی داتار هرمست و پتنامی ایران اهرایا haveranan gača, tem jazaj sorunvata. Jasna mitrem, voruga u jaujitem. mitrem voru gjaurajeitem. Ja rama šajanem, hušajanem, a i da دوستان گرامی امروز جلسه امروز رو آغاز میکنیم و پیش از اینکه به جلسه امروز بپردازیم یک نکته رو من باید خدمت دوستان عرض کنم و اون اینکه فردا یا تا چند ساعت دیگه در واقع حالا برای ما تو استرالیا شب یلدا هست جشنی هست که ما به صورت سنتی در ایران جشن می گرفتیم و برآمده از یک سنت بسیار کهنه و من این رو به شما و به همه دوستداران فرهنگ ایرانی شاد باش میگم شب یلدا نقطه پیوند عبر هند و ایرانی و اروپایی هست و جشنهای مشابه رو ما در هر سه این تمدن داریم و جشنی بوده است در آین میترائیزم یا مهر و انگیزه اصلی اون هم رویدادهای کیهانی بوده که بعدها این رویدادهای کیهانی و ستاره شناسی جنبه های استورهی هم گرفته از جمله اینکه که میدونید از نظر ستاره شناسی در تقویم ایرانی که دقیق ترین تقویم جهان تا به امروز است و دقیقا شب یلدا روز اول دیماه است و یعنی آغاز ماه دی یا دعوه یا خداوند دی به مفهوم روشنایی هست دی به مفهوم روشنایی هست یا خدایان کوهن رو در آریایان باستان دعوه می گفتن. این برای دوران پیش از زرتشت است. هنوز در زبانهای اروپایی مثلا در فرانسه دیو به مفهوم خدا هست مثلا موندیو به فرانسه یعنی خدای من یا در هندوستان ما جشن دیوالی داریم دیوالی هم از همین ریشه هست به مفهوم جشن نور هست جشن دیوالی در ایران باستان دقیقا ماه دی این ماه رو سمبل است و جشن نور هست و دقیق دلیلش همین است که از این شب کم کم طول شبها که به اوج خودش رسیده کم می شود تا در روز یکم فروردین در اعتدال بهاری طول روز و شب برابر شود و در اعتدال در انقلاب تابستانی طول روز به بیشترین حد خودش میرسه یعنی یک ستاره شناسی هست که در آین میترائیسم بسیار بهش اهمیت میدادن اما شب یلدا درست است که با آغاز طولانی شدن روزها همراهه و شبها از این شب کم 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 می شود از طولشون اما هر 400 سال یک بار یک پدیده بسیار نادری هم روی میده و اون پدیده در واقع پدیده ای است که بهش مقارنه میگن یعنی تقارن دو سیاره بسیار بزرگ و نورانی که از گازهای مشتعل درست شدن و اینها رو در قدیم فکر میکردن اینها ستاره هستند نه سیاره و آن کیوان و هرمزده یعنی کیوان یا سترن و هرمزد یا جوپیتر کیوان و هرموز در هر 400 سال یک دفعه در یک مدار قرار می گیرن و با هم یک تقارنی پیدا میکنن این دوتا از دید ناظر زمینی یک نور عظیمی رو در آسمان با تلسکوپ ها مخصوصا تلسکوپ های قدیمی اون موقع مشاهده میکردن الان هم قابل مشاهده است یه اپلیکیشن موبایلی هست به اسم ستار واک من استار واک هست من پیشنهاد میکنم که اگر دوستان این اپلیکیشن رو دارن میتونن مقارنه رو ببینن و این مقارنه رو نشون میده حالا در آین میتراییسم بر این باور بودن که این نور بزرگ که در کیهان تشکیل میشه بعدها جنبه زمینی پیدا میکنه از جمله سه موقع میترایی که در حدود دو هزار سال پیش دقیقا دو هزار و 20 سال پیش در دنبال این نور بزرگ رفتن گمان می کردن که مسیح یا مترا یا یعنی اینو بدونید که در دین میترائیزم به نجات دهنده بشری علاوه بر بگ میترا که همون بق و ایزد میترا هست ما سمبل زمینی میترا رو داشتیم و بر این باور بودن که در چنین شبی در شب مقارنه این دو در واقع کی، کیوان و هرمز سمبل زمینی ایزد میترا به وجود میاد و اون پیامبر میترا یا پیامبر مهره که در روی زمین نزول میکنه این اندیشه ها حتی پس از اسلام هم در ایران بود و علی اللهی ها یک بخشی از همین صوفی های علی این, باورها رو داشتن و گمان میکردن که خداوند در بدن, بدن موجودات بدن انسان نزول میکنه اون چی که میخوام به دوستان بگم این است که این پدیده باعث پدید اومدن در دو هزار سال پیش آینه های مذهبی بزرگی شد از جمله آین خود میترا پیامبری به وجود اومد به اسم پیامبر مهر که این رو برای نخستین بار روانشاد استاد زبیه بهروز در با مطالعه اسناد مانوی که در کاوش تورفان چین به دست اومد این, پی این پیامبر میترا رو مهر رو کشف کرد و تاریخ تولدش رو حتی دقیقا به دست آورد و همچنین در آین مانوی هم به این پیامبر مهر باور داشتند در آین بودایی هم نجات دهنده بودایی یا آن کسی که پس از بودای اولین میآید بودایی است که به آن مترا یا گفته میشه و یا میترا یا گفته میشه که اونم تلفظ دیگری است در بودایی هم وجود داشته و اینکه با ورود این به حوزه تمدن ابراهیمی این حوزه شبه تمدن که حوزه است از دروغ و تقلب این رو این عنوان رو میگیرن و تحت عنوان عیسی بن مریم همون آین رو تحت عنوان مسیحیت میارن با تغییر نام ها یعنی برای میترایا یا میترا یا میترا میان و شجر نامه یهودی درست میکنن در آغاز مسیحیت رومی ها به شدت با این تقلب مبارزه میکنن و فرقه ای از, از, مسیحیان به وجود میان به اسم مارسیون, مارسیون ها یا مارسیونیزم که اینها به شدت با این تقلب یا مرقیون بهشون میگن در فکر کنم عربی این مارسیون ها به شدت با این تقلب مبارزه میکنند و بر این باورن که اصلا از نظر محتوا اصر یا عهد جدید یا نیو تستامنت که سخن مهر هست از عهد قدیم یا اول تستامنت که همون تورات هست به شدت اینها با هم تفاوت داره و یه تقلب آشکار این دو بخش کتاب مقدس اصلا با هم دیگه همخونی نداره در تزاده حال متاسفانه به شدت سرکوب میشن اینا که اتفاقا حقیقت رو میگفتن و متاسفانه آین دروغین پدید میاد که دو کتابی دارد به اسم عهد قدیم و عهد جدید اون که اینها در یکی خدایی دارد که به شدت آدمکش و جنایتکار است در تورات و در دیگری که خدایی دارد که بسیار مهربان است که مشخص از خدای نخستین متعلق به شبه فرهنگ ابراهیمی است و فرهنگ و خدای دومین متعلق به ابرتمدن هند و ایرانی و اروپایی است که نمونه های اون رو ما در بودیزم داریم در میترائیزم داریم در دین مانی یا مانوی داریم و حتی نمونه هایی در دین زرتشت هم به عنوان سوشیانس این ذکر شده که البته یه مقداری تفاوت داره برحال حال این یک پدیده آسمانی بوده و اینی که هر 400 سال یک بار اتفاق میفته هم در این شب یلدا یا زایش میترا ما تا چند ساعت دیگه داریم یعنی یک پدیده ای که تا 400 سال دیگه اتفاق نمیافته و 400 سال پیش هنگامی که اتفاق افتاد در سال 1623 میلادی بود این شب واقعا بزرگ که در زندگی هر 4-5 نسل شادان بیشتر در هر زندگی هر 15 20 نسل یک بار اتفاق میافته رو من به همگی شادباش میگم و شبی است که میگویند که اشعه های کیهانی تغییر میکند و ساختار انرژی در جهان به خاطر تقارن این دو جرم عظیم به هم میریزه در منظومه شمسی میتواند پدیده های خوبی رو پیش بیاره و میتواند پدیده های چندان خوبی رو هم نداشته باشه حال امیدوارم که به مهر یزدان همه چی به خوبی به پیش بره خب اما اما سپاس از همه دوستان بله خب, خب. اما بحث امروز اجازه بدن دوستان من خب بحث امروز ما همان اصول سیاسی و حکومتی و مدیریتی اندیشکده ایران زمین هست مانیفست اندیشکده ایران زمین هست منتها من تصمیم گرفتم به جای اینکه برای شما اصول رو بخونم و یا اینکه توضیح بدم توضیح شفاهی بدم یک سری نمودار به شما نشون بدم تا از ساختار قدرت در مدل اندیشکده ایران زمین دوستان بهتر با این ساختار آشنا بشم اول از همه همون که در پشت من میبینید پیش از اینکه وارد ساختار حکومت در ایران بشم از نظر تمرکز حکومت ها رو بررسی میکنیم که این بحث بحث روزه و من توضیح میدم برای دوستان که چه نوع از حکومتی مورد نظر من هست خب. دوستان من نمیدونم دوستان میتونن بخونن این جدول رو یا نه میتونید بخونید اگر میتونید بخونید به من لطف کنید که بنویسید دوستان این جدول پشت سر من رو میتونن بخونن اگه نمیتونن من بزرگش کنم حالا بعضی ها مثل اینکه میتونن بعضی نه خب باشه من توضیح میدم بعد بزرگ میکنم خب دوستان همون گونه که در این جدول پشت سر من میبینید ما به طور کلی از نظر تمرکز پنج ساختار حکومتی داریم که از سمت چپ که ز... سبز رنگ هست اینجا شروع میشه و کم کم میاد به سمت قرمز رنگ که اه 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 در واقع کاملا غیر متمرکز هست و در اینجا که متمرکز نخستین نوع حکومت حکومت یک پارچه یا یونیتاری هست که با ساختارش هم متمرکزه مثل اون چیزی که الان ما در ایران داریم که در این نوع حکومت یک ملت یک کشور وجود داره اما طبیعتا یک ساختاری وجود داره که بسیار متمرکز هست و این تمرکز باعث می شود که عدالت اجتماعی رعایت نشود و ثروت و قدرت بیشتر در پایتخت جمع بشه و ما مناطقی محروم داشته باشیم به ویژه اگر این مناطق محروم اختلافهایی هم با مناطق مرکزی داشته باشند و فاجعه هایی درش به وجود بیاد مثل سیستان و بلوچستان و جاهای دیگه خب ما این حکومت رو طبیعتا نوع اول رو که اینجا هست رو ما کاملا رد میکنیم نوع دوم حکومت نوع مطلوب در واقع زیرش هم نوشتم گزینه ایدئال اندیشکده ایران زمین هست در این حکومت ما درست است که یک ملت یک کشور داریم و کشور یک پارچه است اما یک پارچه نامتمرکز است یعنی چه یعنی با وجودی که حکومت یونیتاری هست در گزینه دوم ما دارای حکومت های محلی هستیم و این حکومت های محلی می توانند که در سرنوشت یعنی مردم خود اون محل و اون استان در یعنی حکومت استانی در واقع که اون می توانند یا همون پادشاهی های استانی که در طول تاریخ ایران هم بوده و اینها مردم خود استان می توانند در سرنوشت خودشون سهیم باشن این گزینه ایدئال ما هست که اون رو پیشنهاد می برای اینکه در عین اتحاد ملی در عین یک پارچگی و در عین یک ملت یک کشوری همزمان حکومت نامتمرکز است و حکومت های محلی و استانی وجود دارند که می توانند عدالت اجتماعی رو و عدالت قومی رو در ایران برقرار بکنن گزینه سوم گزینه چند ملت چند کشور است یعنی تمام این گزینه هایی که قرمز است شما ببینید سه و چهار و پنج اینا همه دیگه یک ملت وجود نداره و چند ملت چند کشورن که ما اینها رو رد میکنیم با توجه به شرایط ملی درست است که با توجه به شرایط فعلی درست است که در دوره هایی در گذشته ما در ایران حتی حکومت های فدرال داشتیم کنفدرال مناطق خود مختار بودن در طول تاریخ چند هزار ساله اما با توجه به سیاست فعلی و با توجه به اینکه ایران به شدت ضعیف است و مثل دوران باستان نیست که یه ایران و روم باشه بنابراین ما ریسک نمی کنیم بنابراین گزینه های سوم چهارم و پنجم رو رد می کنیم در گزینه سوم یک کشور باز یونیتاری هست یک پارچه است اما مناطق خودمختار داره یا اتونومی داره این مناطق خودمختار یا اتونومی ها بر اساس حقوق بین الملل می توانند اینا جدا بشن از کشور و اینها اصلا ملت دیگری هستند برای همین از تعریف چون در واقع هم دارای حق حاکمیت ملی هستند یا ساورنتی هستند و هم دارای تمامیت ارزی هستند برای همین هستش که این مناطق خودمختار عملا می توانند جدا بشن با یک رفراندوم مثل اون چیزی که فرض بفرمایید آرتساخ در سال 90 91 یا همین قره از آذربایجان یا از همین جمهوری باکو جدا شد به خاطر اینکه دارای حق حاکمیت ملی بود و اینم شما بدونید که در حقوق بین الملل حق حق حاکمیت ملی تقدم دارد بر اصل تمامیت ارزی این رو حتما روش دقت بکنید و تمام کسانی که فدرالیزم در ایران میخواهند که تازه از این مناطق خود مختارم پیشرفته تره از یعنی پیشرفته تر که چرس کنم بدتر هست یعنی جداییش بیشتره این رو کاملا میدانند چون در حقوق بین الملل حق تعیین سرنوشت از اصل تمامیت ارزی به اون تقدم داره چون حق رو از کسی نمیتونید بگیرید اما اصل رو میتوانید عوض بکنید این یک مسئله بسیار مهم است که این کسانی که طرفدار فدرالیزمن یعنی تجزیه طلبان شک نکنید و تجزیه طلبانی یعنی که رو دارن و نمیخوان اصل ماجرا رو بگن و از اصل ماجرا رو میدونن پس بنابراین ما ساختارهایی که در اون حتی یک پارچه باشه ولی مناطق خودمختار داشته باشه ساختارهای فدرالیزم و ساختارهای کنفدرالیزم که در کنفدرالیزم نوع بسیار گسترده تر فدرالیزم هست که حتی مناطق کنفدرال میتونن ارتش خودشونو داشته باشن و حتی میتونن پول خودشونو داشته باشن و سکه خودشونو ضرب کنن و واحد پول خودشونو داشته باشن بنابراین ما این دو سه نکته رو رد میکنیم فدرال و کنفدرال هم میگن فرقش در این است که در فدرالیزم ارتش محلی وجود ندارد در کنفدرال وجود دارد در فدرال پول پول واحده است در کنفدرال میتواند حتی پول مناطق با هم فرق بکنه و مناطق خودمختار رو هم که ما نمونه رو دیدیم مثل جمهوری کریمه که یک منطقه خودمختار در اوکراین بود دیدیم که تا مشکل بین روسیه و اوکراین پیش اومد چگونه یه عده از روسا زمینه ای رو فراهم آوردن که اون اونها در رفراندوم شرکت کردند و بر اساس حق تعیین سرنوشت که بر اصل تمامیت ارزی تقدم داره جدا شدن پس بنابراین در شرایط سیاسی فعلی که ایران به شدت ضعیف است و همه میخواهند از ایران فرار کنند تا اینکه به ایران بپیوندند اگر چون این اصلی رو کسی به رسمیت بشناسه چه مناطق خود مختار و چه فدرالیسم رو و کنفدرالیسم که دیگه تکلیفش مشخص است این یعنی بدونید که میخواهند که ایران رو بپاشونن و منهدم منحد بکنند الان تمام رسانه ها دستور کاریشون همین ساختار فدرالیسم هست برای اینکه دستور کلی و نظم نوین در واقع نظم نوین خاور میانه و به ویژه اون نظمی که به نفع اسرائیل است این است که ایران تکه تکه بشه اندیشمندان اسرائیلی مثل برنارد رویس مثل برندا و دیگران دیگه حتی پنهان هم نمی کنند که میخواهند که ایران رو موجودیت ایران رو در واقع باش دشمنی دارن و میخوان اون رو نابود بکنن این اون مسئله ای هست که در صورت فدرالیزم مطمئن باشید ایران به شش کشور دست کم تقسیم خواهد شد و این مسئله است که فاجعه بار خواهد بود و بعد جنگ هایی بین اینها در خواهد گرفت یعنی چیزی پس از این فدرالیسم در ایران پدید میاد که بهش میگن کنترل کیاس در علوم سیاسی و در علوم استراتژیک بخشی از نظم نوین خاور میانه این است که قدرت و اندیشکده های جهانی نمیخواهند این منطقه به آرامش برسه و میخواهند که در جنگ و کیاس ابدی باشه اما این کیاس قابل کنترل باشه برا همین هست که تئوری رو تازگی ها مطرح کردن در دانشگاه های آمریکا به اسم کنترل کیاس در تئوری کنترل کیاس در واقع باید دائم جنگ بین مناطق مختلف کشورهای مختلف قومهای مختلف در خاور میانه جنگ در بگیره و این جنگ که در بگیره باعث می شود که هر جو مرج در خاور میانه باشد و هر جو مرج کنترل شده یعنی همان چیزی که این آقایون میخواهند و اینها آگاهانه بر روی فدرالیسم تاکید میکنند چون میدانند که اگر که فرزند فدرال و ایران بعد که قدرت مرکزی نباشد و مناطق فدرال دارای ساورنتی یعنی حق حاکمیت ملی و تمامیت ارزی باشند در بین قومای مختلف دعوا میشه برای مثال همین چیزی که شما الان در بین جمهوری باکو و ارمنستان میبینید سر بخشای خب یه بخشی ارمنی نشین هست ارمنستان میگه خب ساکن این ارمنیه برا منه آذربایجان یا جمهوری جلی آذربایجان یعنی باکو میگه نه این رو یهودیان خزری چون پانترک بودن توی نقشه من گذاشتن و بنابراین که من رو به آذربایجان حقیقی که آذربایجان ایران است هم مرز بکنن که بعدها آذربایجان بزرگ تشکیل بشه بنابراین اینجور دعوه ها باعث جنگ میشه که سال 91 شد چند ماه پیش هم دوباره جنگ در گره و مطمئن باشید در آینده باز هم تکرار خواهد شد من ارمنیها ها محال است که کوتاه بیایند و اون جنگ ادامه پیدا میکنه اون چه که من میخواهم به شما بگویم این است که اینها همین وضعیت رو که در فضای پسا شوروی یعنی فضای پس از شوروی پدید اومد رو همین ها در واقع میخواهند که در اه اه ارزم به حضور شما که ایران پدید بیارن برای مثال از زمینه های درگیری های جنگ هایی که امکان داره پیش بیاد همین در منطقه آذربایجان حقیقی هست که میتواند میان آذربایجان آزر ها و مناطقی که تالشی زبان هستند و یا در آذربایجان غربی مناطقی که کرد زبان هستند پیش بیاد به خاطر اینکه بخشایی از آذربایجان غربی طرف مهاباد و پیرانشهر و این جور جاها کرد زبان هستن. بنابراین اینها زمینه خواهد شد که ما قره دیگری این بار در آذربایجان حقیقی یعنی در جنوب عرس داشته باشیم و پانتورکا بیان این مردمی رو که در اصل یکی هستن یعنی آذری ها و کورت ها و تالشی ها اینا همه مادی هن. اینا همه ریشه مادی باستان دارن و زبانشون هم زبان باستانیشون هم همه شبیه همه یعنی تالشی و کردی و آذری باستان رو به زد کنار هم همه یه زبونه اصلا اینا اسماش الان تغییر کرده خب فعلا از اونجایی که نه قضیه باید کنترل کیاس باشه باعث جنگ هایی میشه و همین کشته شده ها آواره ها مردمان بی پناه و بی خانمان شده که از هر دو طرف هم مثلا شما نگاه بکنید در جنگ شده است در اه، اه، میان جمهوری باکو و ارمنستان چقدر در واقع از مردمان بیگناه از هر دو طرف کشته شدن هم ارمنی ها کشته شدن و هم در واقع باکوی ها کشته شدن بنابراین اینها به شدت اه باعث اه کشدار میشه همین نقشه رو این آقایون دارن و برای همین هم هست که در شورای گذار اون سه سید فاطمی سیدهایی که بیشترشون هم آنوسی هم مثل آقای حسن شریعت مداری و غیره و دقیقا همه این کاری رو میکنن که یهودیان خزری در شوروی سابق کردن و همون ساختار رو میخوان برای ایران بگذارن تا در دوران گذار این مسئله باعث بشه که جنگ های قومی پیش بیاد همین مسئله رو شما در سیستان و بلوچستان هم دارید یعنی چه؟ یعنی در سیستان و بلوچستان هم میان سیستانی ها و بلوچستانی ها درگیری خواهد شد سر مناطق که یکی میگوید این منطقه برای من بلوش نشینه اون یکی میگوید این, مس... این منطقه سیستانی نشینه همین مسئله رو شما در خوزستان میان بختیاری ها و عرب زبان ها خواهید داشت همین مسئله رو شما در ج... میان مازندرانی ها و ترکمن ها خواهید داشت بنابراین اون چیزی رو که من میخواهم به دوستان بگم این است که آنچه که هر و مرج کنترل شده یا کیاس از طریق فدرالیزم به وجود میاد و همین با همین وسیله شوروی رو نابود کردن و دقیقا با همین وسیله میخواهند که ایران رو نابود کنند چون میدونند که در ایران این مسئله حتی بدتر از شوروی انجام خواهد شد به خاطر حالا سطح مختلف فرهنگی و ارزم به حضور شما این که پانترکیزم رو در ایران به شدت گسترش میدن پانکوردیزم رو به شدت گسترش میدن من همین چند وقت پیش داشتم با یک فردی صحبت میکردم از سلیمانیه البته از کردستان عراق بود که این فرد باشه ایرانی نمیدونست این واقعا باعث خنده ولی خب این متاسفانه با تبلیغات این کارو کردن و همین گونه در بلوچستان و سیستان این کار رو خواهند کرد و در خوزستان که هدف اصلیشون هم هست که اونجا منابع عظیم ثروت و نفت و گاز هست که به شدت همه دنبال اونه. پس بنابراین من این نقشه رو یک بارم برای دوستانی که تازه حالا اگر که بد میبینن من این رو بزرگ میکنم اگر که بخوان یادداشت بکنن میتونن یادداشت بکنن چیزی رو من این رو بزرگ کردم امیدوارم که دوستان ببینن و بعدش میریم سراغ نمودار بعد بله بله خانوم ادمین مثل اینکه تشریف آوردن حالا من چجوری هاست کنم ایشونو بله, بله. نمیدونم, نمیدونم چرا. چرا آها بله, بله. بله. خب بله. انجام شد خب. خب دوستان این در واقع چیز بود آقای کمانگیر لطفا همین سوالتون رو که پانیرانیسم چیست رو آخر در قسمت پرسش ها بپرسید چون ما یه مقدار الان بخوام برم سراغ پانیرانیسم از بحث عوض میشم اینو بعدا یادم بندازید خب خب دوستان میریم سراغ نمودار بعدی نمودار بعدی برمیگردیم به پادشاهی گزینشی من خدمت دوستان عرض کردم در جلسه گذشته که ما از تز جمهوری و آن... از تز پادشاهی و آنتی تز جمهوری یک سینتزی درست کردیم اون کسانی که فلسفه میدونن متوجه هستن که من دارم چی میگم یعنی از تز پادشاهی که حکومت سنتی ایران بوده و یک سری حسنهایی دارد و آنتی تزی به اسم جمهوری که حکومت مدرن است و اصول مدرنی دارد ما یک سینتزی درست کردیم که حسنهای هر دو نظام رو داشته باشه و بدیهای هر دوتا رو نداشته باشه و اون رو بهش شاهنشاهی گزینشی میگیم شاهنشاهی گذینشی رو یعنی اینکه پادشاه یا شاهنشاه که شاه پادشاهان استانی یا استانداران هست بالاترین مقام سیاسی کشور به صورت سمبولیک است که البته اختیاراتی دارد و این فرد به وسیله نمایندگان مردم انتخاب می شود یعنی شاهنشاه مورسی نیست. و دائم العمر نیست یعنی بعد از اینکه انتخابم شد دیگر تا آخر عمرش شاهنشاه نیست بلکه دوره های هفت ساله که معمولا دو دوره هفت ساله بیشتر نمیتونه باشه باید در انتخابات شرکت کنه هر هفت سال رای بیاره تا حد اکثر دو دوره یا در مواقع بسیار استثنایی سه دوره میتونه در مواقع جنگ و نمیدونم تغییر و حکومت و غیره شاهنشاه باشه و بعد باید, باید عوض بشه این سینتز رو ما بهش شاهنشاهی گزینشی میگیم اما شاهنشاهی گزینشی چه هست جزئیاتش چه هست من اگه بخوام اصول این رو از روی کتاب بگم حدود 400 صفحه کتاب هست میدونید که من برخی از در واقع آین نامه ها و کتاب های دوستان رو میبینم که جنبش های گوناگون منتشر میکنن اینا چند ورق هم بیشتر نیست ولی این کتاب کتابیش بسیار طولانی و متاسفانه باید شاید چند جلسه فقط درباره این صحبت کنیم اما از اینجایی که کلاس یک شنبه ها کلاس همگانی هست من تصمیم گرفتم که این رو با نمودار به شما نشون بدم بهترین وسیله در واقع تصویره یعنی حافظه تصویری بهترین چیز است بنابراین من این رو نشون میدم حالا دوستان فقط به من بگن که آیا ببینم میتونن این جزئیات این نمودار رو ببینن یا نه پشت سر من یا بزرگ کنم تصویر دوستان میبینن جزئیات نمودار رو خب مشخص نیست باش پس من این رو بزرگش شلو میکنم من متاسفانه زومش ندارم بزرگش میکنم بل امیدوارم که دیگه ببینن دوستان من چون از این دیگه بزرگتر متاسفانه نمیتونم بکنم شما در این نمودار که میبینید در واقع در اینجا ما سعی کردم که رابطه بین شاهنشاه گزینشی و شاهان استانی رو به رنگ زرد من نشون دادم بالای بالا مربعی است که اونجا نوشته شده شاهنشاه گزینشی که در ترمینولوژی در واقع علوم سیاسی همان رئیس جمهور پارلمانی است یعنی فردی است که تنها هنگام تحلیفش رسوم ایرانی رو که گذاشتن تاج کیانی بر سر هست رو رایت میکنه بعدش هم بعد از مراسم تحلیف اینها رو میگذارد در موزه ملی و با کتشلوار میره و سر کارش بنابراین این سنت ایرانی رو در تاریخ حفظ میکنه و در جشن ها و اینها شاید این لباس رو بپوشه و مراسم تحلیف بنابراین شاهنشاه گزینشی با, با وجودی که قدرتش بسیار کمه و شخص دوم کشور یعنی نخست وزیر هست که کشور رو اداره میکنه اما دارای وظایف بسیار مهم است از جمله مهمترین وظیفه شاهنشاه گزینشی نگهبانی و پاسبانی از کیان ایران است که این کیان ایرانی رو من اینجا به صورت یک مربعی نشون دادم این مربع در واقع که حالا نمیدونم دوستان ببینید این مربع که اینجا هست این مربع بنفش در واقع کیان ایرانی به رنگ پرچم درفش کاویانی من این رو به رنگ درفش کاویانی اینجا کشیدم این مشخصه بالا اون پادشاه هست شاهنشاه هست و زیر این مربع دومی زرد رنگ شاه استانی هست حالا وظیفه شاهنشاه چیست؟ شاهنشاه گزینشی اولا کیان ایرانی رو حفظ میکنه یعنی عامل اتحاد ملی هست جلوی تجزیه کشور رو میگیرد و است برای اتحاد اقوام ایرانی و اتفاقا گزینشی بودن باعث می شود که از اقوام گوناگون ایرانی هم انتخاب بشه دومین کاری که می کند این است که شاهنشاه گزینشی شاهان استانی رو می تواند در واقع باید تایید بکنه نسبشون رو نسب و اصل شاهان استانی رو مستقیما نسب میکنه دقت بکنید که شاهنشاه گزینشی خودش انتخاب می شود اما شاهان استانی یا در واقع اون استانداران رو نسب میکنه شاهان استانی انتخاب نمیشوند اونها رو شاهنشاه بزرگ اینها رو نسب میکنه همچنین در استان یا در حکومت استانی اون بخشایی که انتخاب میشوند وزیر یکم استانی هست و اعضای دولت استانی و پارلمان استانی هست اینها هستند که انتخاب می شوند و ولی شاه استانی از طرف حکومت مرکزی نصب می همچنین اون هم برای دوره محدود و بعدش عوض میشه. شاهنشاه کلی وظیفه دیگری که دارد این است که گارد شاهنشاهی رو اه اه که در واقع گارد جاویدان شاهنشاهی گزینشی رو یک نیروی نظامی مختصری داره که این نیرو باید در مواقعی که خیانت در کشور میاد کنترل کنه خیانت امکان داره در کشور پیش بیاد و انجام بشه گارد جاویدان شاهنشاهی وظیفه کنترل کردن ارتش رو داره و همچنین سازمان اطلاعات رو هم شاهنشاه گزینشی سازمان اطلاعات گارد جاویدان رو کنترل میکنه که اون هم سازمان اطلاعات گارد جاویدان سازمان اطلاعات کل کشور رو کنترل میکنه یعنی ما در اینجا دو نیروی نظامی داریم یکی ارتش کلی هست ارتش ملی هست و دیگری گارد جاویدان هست که گارد جاویدان وظیفه کنترل ارتش رو به عهده داره و نیروهای زبده ارتش عضو گارد جاویدان شاهنشاهی می شود و همچنین سازمان اطلاعات هم ما سازمان اطلاعات کل کشور داریم نیروهای زبده سازمان اطلاعات و وفادارترین به کیان ایرانی اینها همانند نیروهای ارتش عضو سازمان اطلاعات گارد جاویدان میشن <تصفح> پس وظایف شاهنشاه گزینشی همین است در امور دیگر در تشکیل دولت و غیره دخالت نمیکنه یعنی آنچه که ما میگیم کار شاهنشاه گزینشی حفظ کیان ایرانی است اهرم اعمال قدرتش گارد جاویدان سازمان اطلاعات گارد جاویدان و شاهان استانی است این اهرمش است نیروی دیگر قوه مجریه چون این نمودار نمودار قوه مجریه هست در واقع نخست وزیر است نخست وزیر که به وسیله پارلمان انتخاب میشه و بر اساس حزبی که بیشترین رای رو آورده اون هیئت وزیران رو تشکیل میده و اون است که نخست وزیر کشور رو کنترل میکنه و اون هم برای یک مدت محدودی انتخاب میشه وزیران رو نصب میکنه و شاهان استانی رو هم با نظر شاهنشاه اونها رو نصب میکنه وزیران رو نصب میکنه و کشور رو اداره میکنه این میشه قوه مجریه سازمان اطلاعات کشور مستقل است از هیئت دولت یعنی الان که در ایران سازمان اطلاعات یه وزارت خونه هست زیر نظر رئیس جمهور در ایران سازمان اطلاعات کل ایران آینده این باید جدا از هیئت دولت باشه تا خود دولت رو و حکومت محلی رو کنترل بکنه دخالت هم فقط در حد حفظ کیان ایرانی یعنی دخالت زیاد نه تا اونجایی که کیان ایرانی حفظ بشه یک چیز کلی است دیگه به امور دیگری کاری نداره یعنی اتحاد میان مناطق مختلف مردم و البته مواز... باید مراقبت بکنن از سازمان های جاسوسی که قصد نفوذ رو دارن مثل مثلا در همین مورد اخیر که خبرنگارای ترکیه اومده بودن و سعی داشتن که در واقع آذری زبان های ایران رو وارد جنبش پانتورکیزم بکنن و تظاهراتی انجام شد شعارهایی ساخته شد که شعارایی بود که تیارتی میداد اینها وظیفه سازمان اطلاعات کشور هست که باید اینها رو کنترل کنه و خونسا بکنه کاری که الان متاسفانه نه وزارت اطلاعات میکنه و نه اطلاعات سپاه میکنه و هر دو دارن خیانت آشکار میکنن با آزاد گذاشتن دست پانها در ایران بنابراین این قضیه هست و همچنین ما پلیس و شهربانی رو هم در حکومت محلی داریم که اینها رو من گفتم نیروی نظامی ما نداریم ولی نیروهای انتظامی می که در یک استان به حال وظیفه خودشون رو داشته باشند پس این ساختار کلی قوه مجریه ایران آینده بر اساس مانیفست اندیشکده ایران زمین در سیستم حکومتی شاهنشاهی گزینشی است که شاهنشاه گزینشی شاهان استانی و نخست وزیر هیئت وزیران وظیفهشون مشخص میشه و دولت های محلی که ما وزیر یکم استانی داریم پارلمان استانی داریم و دولت استانی پارلمان استانی با, مرد با رأی مردم اون استان انتخاب میشه از میان پارلمان استانی اون کسانی که افرادی که احزابی که رأی آوردن وارد دولت استانی میشن و یکی به حال انتخاب میکنند به عنوان وزیر یکم استانی وزیر یکم استانی رو خودشون انتخاب میکنند و در واقع همه کاره استان پادشاهی استانی ما وزیر یکم هست یعنی همون نخست وزیر استانی است حالا ما اینجا نامش رو یک جور دیگری نامیدیم و این هست که رئیس دولت استانی هست و دولت استانی رو کنترل میکنه شاه استانی چه کار از شاه استانی به وسیله مردم استان انتخاب نمیشه شاه استانی فقط نماینده اتحاد است و در دولت استانی دخالت نمیکنه یعنی اداره با وزیر یکم هست همونگونه گونه که در کل کشور اداره با نخست وزیر است و شاهنشاه گزینشی فقط سمبل اتحاد داره و در استان هم دقیقا همینه اداره با وزیری کم استانی هست و شاه استانی سمبل اتحاد داره منتها شاه استانی منصوب است شاهنشاه کل گزینشی است این اون نقشه پیشنهادی در واقع قوه مجریه هست که من اینجا نشون دادم و بزرگ کردم و امیدوارم که دوستان این رو دیده باشن اما ما فقط قوه مجریه نداریم ما قوه های دیگه هم داریم از جمله نقشه که پشت سر من هست این چارتی که هست و قوه در واقع مغننه یا قانونگذاری شاهنشاهی گزینشی ایران رو نشون خب دوستانی که در قسمت چت پرسیدن که حالا من این پرسش به صورت تصادفی به چشمم خورد پاسخ میدم که اعضای سازمان اطلاعات کشور چطور انتخاب میشن و این سازمان به جز پادشاه گزینشی به چه کسی پاسخ گوست. ببینید ما دو تا سازمان اطلاعات داریم یکی سازمان اطلاعات سراسری برای کل کشور هست و یکی سازمان اطلاعات در واقع گارد شاهنشاهی هست که اون یکی سازمان رو کنترل میکنه اون چیزی که هست این است که اعضای سازمان اطلاعات کشور با همون روشی انتخاب می شوند در واقع گزینش می شوند که سازمان های اطلاعاتی جهانی یعنی اینها رو با رأی کسی انتخاب نمیکنه میدونید که سازمان اطلاعاتی بر اساس شایستگی ها هست اینها رو با شایستگی از آزمون های گوناگونی که می گذارن انتخاب میکنن در همه جای دنیا هم همین است در همه جای دنیا سازمان های اطلاعاتی بر اساس شایستگی و دوره هایی که میبینن و دانشگاه های اطلاعاتی رشته های اطلاعاتی رو تموم میکنن در اونجا میان وارد این سازمان میشن کار میکنن و بعد سلسله مراتب دولتی رو طی میکنن تا به نقاط بالا برسن ولی این سازمان اطلاعات هم به وسیله سازمان اطلاعات گارد جاویدان کنترل میشه که درش اون وضعیتی پیش نیاد که الان اومده که الان میدونید که موساد در سازمان های اطلاعاتی ایران به شدت نفوذ کرده و دلیل این ایرانی کشی هم که راه افتاده همینه در واقع و متوا نمیخوان بگن و این رو بد میدونن و قایم میکنن و برای همینه که این دوتا سازمان اطلاعاتی الان در ایران سازمان اطلاعات سپاه و اه، اه، سازمان اطلاعات وزارت اطلاعات اینا دارن به صورت موازی کار میکنن در ساختاری که من پیشنهاد میدم موازی نیست سازمان اطلاعات گارد جاویدان نظارت میکنه بر سازمان اطلاعات کل کشور و این دوتا با هم تفاوت داره و هر دوتای اینها اعضای سازمان اطلاعات به سازمان گارد جاویدان پاسخگوان گارد جاویدان به شاهنشاه و مهستان پاسخگو، مهستان مجلس سنا هست. حالا من این رو به شما نشون خواهم داد که چگونه خواهد شد در این نمودار که پشت من که اینم احتمالا شما باز نمی بینید من این رو باز مجبورم که بزرگش کنم براتون ببینید دوستان در این عکسی که پشت سر من هست، میبینید ما قوه قانونگذاری شاهنشاهی گزینشی ایران توضیح داده شده یا جمهوری پارلمانی با حفظ سنت های ایرانی ما میگیم که اون سنت ایرانیش همون شاهنشاهیشه در قوه قانونگذاری ما یک مهستان ایران زمین داریم مهستان رو به به سنت اشکانی مهستان نامیدن در زمان اشکانیان مجلس بزرگان ایران رو مهستان می و به این سنت اشکانی ما مهستان ایران زمین می نامیم همون نیست که در روم باستان سنا نامیده میشد و این به مفهوم افراد برجسته اجتماع است یعنی افرادی که تخصصهای ویژه دارند دانشمندان، هنرمندان، ورزشکارانی که برای کشور افتخار آوردن نمایندگان اقوام و تیره های گوناگون خاندان های قدیم ایرانی و غیره که کیان ایرانی براشون مهم هست مهستان رو تشکیل میدن و مهستان با رأی مردم در واقع شکل میگیره و مردم کاندیده ها رو بهشون رأی میدن بخش دوم قوه قانونگذاری خانه نمایندگان هست که یا همین مجلس هست که این رو دیگه همه مردم حتما لازم نیست که نمیدونم قهرمان ورزشی باشه یا دانشمند نمونه باشه یا فیلمساز خیلی معروف باشه یا دانشمند خیلی معروفی باشه یا نماینده فلان قومی باشه همه مردم از همه اقشار جامعه طبقه ها و لایه های جامعه در اینجا میتونن نماینده بشن کاندید بشن و به وسیله خود مردم انتخاب بشن یعنی قوه قانونگذاری ما دو سطح خواهد داشت یکی سطحش خانه نمایندگان هست که نمایندگان همه مردم هست و یکی مهستان یا در واقع خانه بزرگان کشور است و افراد برجسته کشور در اون عضوند و هر دوتا در قانونگذاری شرکت دارند و هر لایهی در خانه نمایندگان تصویب میشه باید در مهستان هم به تصویب برسه خب اینها در واقع برگز چگونه اینها ساختار میشن نماینده های مردم از تمام مثلا برای خانه نمایندگان نمای... اینجا من سلسله مراتب رو نشون دادم که چطوری همه اقشار مردم در این پروسه شرکت میکنن انجمن های شهری انجمن های روستایی اینها نمایندگانشون رو که با رأی مردم شهر و روستا انتخاب میشن رو میتونن به پارلمان های استانی معرفی میکنن پارلمان های استانی هم برگزیدگان خودشون رو به خانه نمایندگان کل ایران زمین که در پای تخت هست معرفی میکنن و بر اساس جمعیت هر استانی تعداد نماینده خانه نمایندگان مشخص میشه و هر استانی خب جمعیتش بیشتر باشه طبیعی هست که نماینده بیشتری در خانه نمایندگان داره ولی در مهستان این گونه نیست در مهستان همه استانها تعداد نمایندگانشون برابره یعنی همه استانها تعداد ثابت مثلا سه تا نماینده رو برای همه استان دارن پس در خانه نمایندگان نمایندگان استانی که از پارلمان های استانی میان بر اساس جمعیت اون استانه اما در مهستان هر استانی تعداد نماینده مثلا فرض کنید هرمزگان که حالا من نمیدونم جمعیتش کمتر از تهرانه همونقدر هست که در نماینده تهرانه در مهستان اینگونه است در تمام کشورها در واقع در سطح بالا اینگونه است که عدالت برقرار باشه و تغییر جمعیت باعث بیعدالتی در سطح بالای قانونگذاری نشه و تغییرات دموگرافیک باعث نشه که یک گروه از مردم به بقیه قلبه پیدا کنه بنابراین در سطح بالا اینگونه هست و در سطح خانه نمایندگان طبیعیست بر اساس جمعیت مردم است خب اینجا هم باز من یه نگاهی بکنم به چت ببینم دوستان سوالی دارن سوال درباره سوال های مربوط به خانه نمایندگان یا محس و مهستان بله بله ساز... اون یک پرسش دیگر است برای سازمان اطلاعاتی که پرسیدن سازمان اطلاعات ارتش زیر نظر سازمان اطلاعات گارد شاهنشاهی هست نه, نه سازمان اطلاعات مرکزی سازمان اطلاعات گارد شاهنشاهی است. خب حالا اون چیزی که میخوام به دوستان بگم نمودار بعدی است بدید نمودار بعدی رو ما در اینجا نشون بدیم خب نمودار دیگه ساختار قوه غذاییه رو در واقع نشون میده اینی که در پشت سر من هست پس ما با هم دیگه قوه مجریه رو بررسی کردیم یعنی اول ساختار تمرکز عدم تمرکز رو بررسی کردیم در که چه ساختاری رو ما میخوایم ما یه حکومت یک پارچه میخوایم و یونیتاری اما غیر متمرکز با حکومت های محلی که اینا با حکومت های تفاوت دارن حکومت منطقه یعنی حکومتی که از مجموعه از چند دوستان به وجود میاد داره حق حاکمیت ملی و تمامیت ارزی هست و بر اساس حق تعیین سرنوشت که بر اصل تمامیت ارزی برتری دارد میتوانند مستقل بشوند اما در حکومت محلی از اون جایی که اینها حق حاکمیت ملی و تمامیت ارزی ندارند پس بنابراین شامل حق تعیین سرنوشت نمیشوند و این اینها نمی توانند که از کشور جدا بشن بنابراین ما حکومت محلی رو پیشنهاد میکنیم بعدم قوه مجریه شاهنشاهی گزینشی رو توضیح دادیم که چگونه هست رابطه شاهنشاهی گزینشی با پادشاهان محلی چی هست دولت مرکزی دولت های محلی چی هست و بعد مجلس ها رو گفتیم پارلمان های استانی چی هست رابطه شون با پارلمان مرکزی چی هست و پارلمان مرکزی خودش در دو سطح میاد سطح خانه نمایندگان و مهستان و اینکه چگونه اینها انتخاب میشن حالا وارد قوه قضایی یا سومین قوه از قوای سگانه حکومت میشیم و این رو حالا بررسی میکنیم من این عکس پشت سرم رو بزرگ میکنم که دوستان ببینن نمودار رو در قوه قضاییه همونطور که میبینید بالاترین قوه قضاییه و روش گزینش قاضی های دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور بالاترین ارگان قضایی کشور خواهد بود و در واقع که از هفت قاضی پیشنهاد میشه تشکیل میشه که این هفت قاضی رو من اینجا پیشنهاد دادم که در واقع ارزم به حضور شما که چهار قاضی برگزیده مهستان هستند یا چهار قاضی رو نمایندگان مردم در مجلس مهستان یا سنا مشخص میکنن و سه قاضی برگزیده نخست وزیر است که نخست وزیر خودش برگزیده خانه نمایندگان است یعنی مجلس عوام بنابراین این هفت قاضی رو ما به این صورت به که قدرت در واقع این گونه انتخاب می شوند که چهار تا رو مجلس مهستان و سه تا رو در واقع به صورت غیر مستقیم خانه نمایندگان انتخاب میکنه یا نماینده اون که در واقع نخست وزیر که برگزیده خانه نمایندگان هست و برگز... برگزیده حزب بر... برتر در خانه نمایندگان است همچنین دادگاه‌های دادگاه های دیگر رو شما ببینید دادگاه ها در سه سطح در کشور مطرح میشن از پایین که شروع کنیم دادگاه های شهری هستند در سطح بالاتر دادگاه های استانی هستند و در سطح بالاتر دادگاه های کشوری هستند و بالاترین جا چهارمین سطح که دیوان عالی کشور هست یعنی در این چهار ما دادگاه ها رو مطرح میکنیم و دادگاه ها هم همه ساختار هرمی دارند. یعنی دادگاه های استانی در نمیتوانند حکمی بدهند یا قانونی داشته باشند که قانون اساسی کل کشور رو نقض بکنه و, دادگاه و با حکم دادگاه های کشوری یا دیوان عالی کشور در تناقض باشه و این هم در امور بسیار حساس مثل تمامیت ارزی یا جنگ و صلح و غیره هست که اینها باید در واقع به این گونه به این ساختار همشون از طریق دیوان عالی کشور و دادگاه های کشوری کنترل خواهند شد خب ما قوه قضایی, قضایی رو هم با هم بررسی کردیم که چگونه هست و طبیعی است که این رو دوستان بدانن نه دادگاه های روستایی و اینجا دوستان پرسن ما دادگاه روستایی نداریم نه من گمان نمی کنم که دادگاه های روستایی نیاز باشه مردم روستاها و شهرستانها اگر مشکلی داشته باشن میتونن بیان به شهرها در تمام کشورها سطح آغازین دادگاه ها سیویل کورت هست در همه کشورها و این سیویل کورت ها دادگاه های شهری هستند در واقع و در روستاها اصلا امکان منطقی برای تاسیس دادگاه وجود نداره اما ما انجمن های روستایی داریم که اینها انجمن های روستایی در واقع همون انجمن هایی که اون روستا رو کنترل میکنن در واقع قوه مقننه و از میان اونها هم میشه گفتش که ده یار یا قوه مجریه در واقع روستا یا دهداری در واقع تشکیل میشه یعنی دهداری ما در روستاها داریم انجمنهای روستایی داریم یعنی قوه مجریه داریم قوه مغننه داریم دوست روستاها میتونن قوانین رو بر خودشون تصمیم بگیرن اما دادگاه عملی نیست و در هیچ جای دنیا در روستاها من ندیدم در هیچ کشور بیش از سی کشور دنیا سفر کردم من در هیچ جا دادگاه روستایی ندیدم و همچین چیزی خیلی سخته حتی در کشورهای پیشرفته قضات دیوان عالی کشور دوستان میپرسن تا چند سال میتونن در مسند قضاوت باشن این در دوره حکومت همون مثل نخست وزیر باید هر هفت سال یک بار تغییر بکنه ما دوره ها رو هفت ساله گذاشتیم با توجه به اینکه معمولاً ما ایرانیا خودمون رو میشناسیم و زیاد فرض نیستیم تو چهار سال نمیتونیم زیاد کاری بکنیم و یکم به زمان بیشتری نیاز داریم به خب وارد قوه در واقع قضایی رو گفتیم و اما عکس بد یا نمودار بد ببینید این در این نمودار به خوبی نشون داده شده در این پشت من که اینها رابطه اینجا نوشتم قوه قانونگذاری و مجریه و نقش مردم در دموکراسی ملی شاهنشاهی گزینشی ایران یا جمهوری پارلمانی با حفظ سنت های ایرانی در واقع چگونه خواهد بود نقش مردم چیه مردم اینجا قوه نقش مردم رو به خوبی شما در قوه و ببخشید در قوه مجریه و قوه مقننه بله میبینید ببینید در انتخابات سراسری و کشوری مهستان و خانه نمایندگان تشکیل میشن یعنی اگر بخوایم که دقیق تر بگیم درسته که سلسله مراتب این است که انجمنهای روستایی با نمایندگانشون رو از انج... یعنی در واقع قوه مقننه ایران از انجما... نمایندگان انجمنهای روستایی انجمنهای شهری پارلمانهای استانی و خانه نمایندگان ایران زمین که مجلس مرکزی مردم هست تشکیل میشه و بعد مهستان رو از میان اینها کسانی که کتگوریشون فرق میکنه و تخصصهای ویژه دارن وارد مهستان میشن ولی همه اینها با رأی مردم و در انتخابات عمومی انتخاب میشن انجمنهای روستایی به وسیله انتخابات روستایی انجمنهای شهری در انتخابات شهری پارلمانهای استانی به وسیله انتخابات استانی و همچنین پارلمانهای سراسری یعنی خانه نمایندگان و مهستان هم به وسیله انتخابات سراسری و کشوری از میان کاندیداها که معمولا خودشون نماینده پارلمان های استانی یا شهری یا روستایی هستن انتخاب میشن و همچنین نمایندگان آزاد انتخاب میشن در قوه مجریه چگونه هست؟ شاهنشاه گزینشی یا رئیس جمهور پارلمانی با حفظ سنت های ایرانی این شاهنشاه گزینشی به وسیله نمایندگان مردم در مهستان انتخاب میشه یعنی با رأی غیر مستقیم مردم مردم مهستان رو انتخاب میکنن مهستان شاهنشاه رو انتخاب میکنن در, باره در نخست وزیر و دولت مرکزی این با رأی خانه نمایندگان و نمایندگان مردم در خانه عوام یا مجلس عوام در واقع پدید میاد و اینها هستند که اون حزبی که بیشترین رأی داره یا ائتلافی از اعضاب که بیشترین رأی دارن یکی رو به عنوان نخست وزیر انتخاب میکنن و دولت مرکزی رو تشکیل میدن. وزیر یکم استانی و دولت محلی به وسیله نمایندگان همون استان در از پارلمان های استانیشون تشکیل میشه یعنی مردم پارلمان استانی رو تشکیل میدن و پارلمان استانی اه اه و اون احزابی که در شرکت کردن میان و وزیر یکم استانی و دولت محلی رو انتخاب میکنن اعضاش انجمن های شهری به وسیله انتخابات شهری به وسیله مردم انتخاب میشن اما همین انتخاب های انجمن شهری یعنی نمایندگان مردم در انت در انجمن شهری بعدا شهردار رو انتخاب میکنن. یعنی شهردار هم به وسیله مردم هم وسیله نمایندگان مردم با رأی غیر مستقیمشون انتخاب میشه همین گونه در واقع دهیار هست یعنی دهیار هم به وسیله نمایندگان انجمنهای روستایی انتخاب میشه که در واقع دهیار به وسیله غیر, غیر مستقیم به وسیله مردم انتخاب میشه یعنی در انتخابات روستایی مردم انجمنهای روستایی انتخاب میکنن و در انجمنهای روستایی اون نمایندگانی که انتخاب شدن دهیار رو انتخاب میکنن این اون ساختار رای مردم در قوه مقننه و مجریه بود که گفتن همچنین قوه قضایی بر اساس اندیشکده ایران زمین دارای چه لایه هست این خیلی مهم همپوشانی قوه قضایی و پریاریتی به قول معروف اون اه اه برتر بودن سطح دادگاه ها رو ببینید یعنی چه دادگاهی میتواند حکم دادگاه های دیگر رو نقض کنه و چه دادگاهی نمیتواند شما در اینجا میبینید که یک و دو و سه و چهار سطح ما داریم اولین سطح دادگاه های شهری هستند، دومین سطح دادگاه های استانی هستند، سومی دادگاه های کشوری و چهارمی دیوان عالی کشور است. هرچه این دایره مرکزی تر باشه قدرتش کمتره و هرچی به سمت در واقع بزرگتر باشه مثل دیوان عالی کشور قدرت این رو داره که حکم دادگاه های دیگر رو در سطح های دیگر رو بیاد و نقض بکنه. و این مسئله مسئله بسیار مهم است همچنین برای اون دوستانی که نگرانی دارن میگن آقا شما حکومت محلی اگر تشکیل بشه این حکومت محلی یا دولت محلی و مجلس محلی تشکیل بشه اینها بعدا احتمال جدایی خواهی دارن و امکان داره که اینها بخوان جدا بشن از ایران چون پادشاهی استانی دارن و غیره اولا این رو کسانی مطرح میکنند که با مفهوم لوکال گاورمنت آشنا نیستن و از نظر حقوقی نمیدونن لوکال گاورمنت تفاوتش با ریژیونال گاورمنت چیه ببینید در شمال عراق که ساختار فدرالیزم و حتی کنفدرالیزم هست ما ریژیونال گاورمنت داریم دولت کردستان در شمال عراق دولت منطقهی هست ریژیونال گاورمنت میگن اقلیم کردستان در این دولت ها چون دارای حق حاکمیت ملی یعنی ساورنتی و تمامیت ارزی هستند یعنی تریتوریال انتگریتی هستند اینها می توانند بر اساس حق تعیین سرنوشت رفراندوم برقرار کنند و جدا بشن چون حق تعیین سرنوشت از اصل تمامیت ارزی از نظر حقوقی برتری داره اما در دولت محلی که من میگم چون این چیزی نیست در دولت محلی یا لوکال گاورمنت که با ریژیونال گاورمنت تفاوت داره اینها دارای حق تعیین سرنوشت نیستند اینها نمیتوانند در واقع رفراندوم برقرار کنند چون دارای ساورنتی نیستند چون دارای تریتوریال اینتگریتی یا تمامیت ارزی نیستن و این اهرم هایی که شما میبینید اهرم های حکومت مرکزی برای مدیریت حکومت محلی یعنی هر جا که ببیند حکومت محلی سازی مخالف با حکومت مرکزی میزنه مثلا تمایلات استقلال طلبانه داره یا برخی از قوانین دولت مرکزی رو اجرا نمیکنه اهرم هایی که کنترل میکنه اینا هستن یک بودجه استانی یعنی ببینید اهرم هایی که دولت مرکزی داره یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه تا اهرمه یک بودجه استانی اگر که حکومت محلی شورش بکنه و قانون اساسی کشور رو رعایت نکنه یا بخواد رفراندوم استقلال برقرار بکنه بودجهش قطع میشه این اولین در واقع احرام دومی خانه نمایندگان یا پارلمان نمایند نمایندگان مردم که دولت مرکزی و نخست وزیر رو تعیین میکنن میتوانند که تاثیر بگذارن و خانه نمایندگان یعنی پارلمان محلی رو پارلمان محلی رو منحل بکنن مسئله سوم سنا هست سنا از طریق مستقیم و هم از طریق غیر مستقیم یعنی از, انتخ... از طریق قضات دیوان عالی کشور میتواند بر پروسه حکومت های محلی تاثیر بگذاره و اگر ببینه که اونها ساز مخالف میزنند مسئله بعدی سازمان اطلاعات در واقع گارد جاویدان شاهنشاهی است اگر گروه های تروریست مسلح در استانها برای تجزیه تشکیل بشه مثل اینکه ما متاسفانه خیلی گروه های مسلح در منطقه کردستان الان داریم این افراد و ساز استقلال بزنن یا اینا بخوان کار دیگری بکنن سازمان اطلاعات گارد جاویدان به اضافه خود گارد جاویدان یعنی ما یک خود گارد جاویدان داریم که فلش بعدی هست سازمان اطلاعاتش هست و همچنین ارتش شاهنشاهی گزینش ارتش کشور و همچنین سازمان اطلاعات کل کشور چهار اهرم هستند که شورش ها رو شورش های مسلحانه رو از بین ببرن یعنی ارتش کشور گارد جاویدان شاهنشاهی سازمان اطلاعات کشور و سازمان اطلاعات گارد شاهنشاهی چهار اهرم قوی برای اینکه اگر کار ب... مسلحانه رسید اون منطقه رو امنیتش رو کنترل کنن و همچنین شاه استانی هم در واقع بدونید که شاه استانی که خودش منصوب دولت مرکزی هست وظیفه این رو داره که از نظر حقوقی باید تابع شاهنشاه که شاه اون هست یعنی شاهنشاه یعنی شاه شاهان استانی هست باشه یعنی شاه استانی اگر تمرد بکنه به وسیله شاهنشاه در واقع عزل میشه و همچنین دادگاه های سراسری و دیوان عالی کشور هست که اهرام دیگری است که می تواند حکم دادگاه های استانی رو نقض بکنه هر حکمی رو اینها داده باشند رو اگر خلاف تمامیت ارزی کشور باشه و این اهرام ها البته در مواقع استراری به کار میره یعنی تنها در مواقعی که احزاب تجزیه طلب احزاب مسلح مثل متاسفانه احزاب کرد یا احزاب بلوچ که مسلح هستن اینها اگر وارد مسائل نظامی بشن خب طبیعی هست که چاره نیست و باید از این احرام ها متاسفانه استفاده بشه و یا اینکه اگر فرض بکنید که ترکیه بخواهد که داعشی ها رو یا سوریه ها رو تحت عنوان پان ترک حالا اینا همشون هم عربن هیچ کدومشون هم نه ترک هست و نه آذری اما عربن ولی خب به هر با پرچم ترکیه و تحت عنوان پان ترکیز مگر بخوان وارد ایران بشن طبیعتا باید اینها سرکوب بشن مثل اون نقشه‌ای که برای قره باغ کشیدن بنابر این این ها رو من همه رو پیش بینی کردم و در پایان جلسه و فقط چون ساختارهای در واقع شاهنشاهی گزینشی رو برپایه، یعنی شاهن شاهنشاهی گزینشی رو ساختارهاش رو بر اساس اون چیزی که در مانیفست اندیشکده ایران زمین اومده بود براتون توضیح دادم و در پایان یک نمودار دیگه هم با هم بررسی میکنیم که این نمودار کمی تفاوت داره با ساختارهای حکومتی فقط من به صورت خیلی سریع به شما این رو میگم این رو البته بهتر بود که در قسمت اصول اقتصادی میگفتم اما حالا اون رو دیگه در میدونید که این جلسه جلسه پایانی ما در سال کنونی میترایی هست و در سال نو میلادی ما هفته ژانویه جلسه بعدیمون برگزار میشه حدودا سه هفته برنامه نخواهیم داشت و این بعدش ما به اصول دیگری خواهیم پرداخت و ادامه خواهیم داد اما در به عنوان آخرین مطلب این رو به شما میگم که دوستان متوجه باشند که چقدر جامعه ایران دچار پسرفت شده در طول تاریخ سیر دگرگونی جامعه های بشری رو در این نمودار در سمت چپ و سیر دگرگونی جامعه ایرانی رو در سمت راست میبینید در جامعه های بشری معمولا از قارنشینی اصر حجر جامعه ها به بردهداری میرسن از بردهداری به فئودالیزم یا زمینداری میرسن از فئودالیزم به کاپیتالیزم میرسن یا سرمایهداری میرسن و پس از کاپیتالیزم که امروزه ایده مطرح شده به اسم کاپیتالیزم کنترل شده که یک سینتزی است از کاپیتالیزم و سوسیالیزم و اون چیزی که امروزه در حتی پاپ هم به شدت در واتیکان تبلیغش رو میکنه تحت عنوان اینکلوسیو کپیتالیزم یا استیک در واقع استیک هولدر کپیتالیزم یعنی کپیتالیزمی که آمیزه هست از کپیتالیزم و سوسیالیزم به حال این تغییرات و تحولاتی است که یک جامعه عادی مخصوصا جوامع غربی اینو رو طی کردن حالا یک نمونه ای رو بیایم با هم بررسی بکنیم از سیر تغییر و تحولات جامعه ایران در طول تاریخ که این بسیار انگیزه شما در بالا میبینید که جامعه ایران انقدر در باستان سطح فرهنگش بالا بود که دوران بردهداری نداشته یعنی تمام افرادی که در دوران باستان برای ایران کار میکردن حتی کارگرایی که تخت جمشید رو میساختن همه حقوق میگرفتن و آزاد بودن برده نبودن اینا در تمام اسنادی که بیش از سی هزار لوحی که از تخت جمشید به دست اومده و خیلی هاشم هنوز متاسفانه ترجمه نشده و در دانشگاه میشیگان توقیف هست اینها همه توضیح داده شده که چگونه اینا حتی برده ها حتی, حتی, حتی خانوم های باردار حق مرخصی بارداری داشتن چیزی که یه چیزی حدود 10 سال 20 سال تازه در کشور غربی باب شده که به خانم باردار مرخصی بارداری میدن در 2500 سال پیش اسنادش در لوحه های تخت جمشید به دست اومده که اینها مرخصی داشتن بس بنابراین ما از دوران فودالیز یا زمینداری خوانین در ایران شروع میشه که با حفظ حقوق انسان بوده و این فودالیسم با فودالیسم اروپایی فرق داشته که به شدت در فودالیزم اروپایی نوعی بردهداری بوده اما در فودالیزم ایرانی زمیندارها حقوق انسان رو رعایت میکردن این در ایران ویچ یا آسیای میانه بوده همچنین در حکومت ماتا در و همچنین بعد هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان همه این گونه بوده. بعد ما یه فئودالیسم دیگری میرسیم که همون برای دوران اشکانیان و ساسانیان هست این سیستم ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به دوران اشغال ایران. دوران اشغال ایران این دوره فئودالیسم که در کشورهای غربی یک گام به جلو میره، به کپیتالیزم میره در دوران ت... وحش عربی اسلامی اون چیزی که من شپ تمدن ابراهیمی میگم یا توحش عربی اسلامی به بردهداری و موالیگری و سیدکراسی کراسی اصر توحش عربی اسلامی ما میرسیم که ایرانی ها رسمن برده میشن رسما. موالی میشن اعراب خودشون رو سید یعنی آقا و سرور میدونن اون چیزی که تا امروز هم جمهوری اسلامی در واقع میراستار اون بردهداری هست و مردم ایران رو تا کنون به بردگی گرفته خب دوره بعدی پس از این دورانی که تاریخدانان ایرانی تحت عنوان دو قرن سکوت نام بردن از اون یعنی دیویست سال بردگی ایرانیان به وسیله حکومت عربی ما دورانی می که فئودالیسم سامانیان هست که و که در خراسان بزرگ تشکیل میشه و از کتاب که از کتابخانه مرو باقی مونده بوده اون چیزی به وجود میاد که با بی انصافی بهش میگویند کتاب های اسلامی یعنی همون کتاب پهلوی هندی و یونانی در کتابخانه مرو که به عربی تنها ترجمه میشن و اینها برای اینکه بمانند برای اینکه اعراب اونها رو مثل کتاب خونه شاپور یا خارزم و بخارا از بین نبرند در مرو اونها رو ترجمه میکنن و اینها همش دانش های باستان بوده و به هر حال این فئودالیسم سامانیان سعی میکنه که فئودالیسم ساسانیان و اشکانیان رو زنده بکنه که اون هم متاسفانه با حمله مغول بعد از بین میره در دوران افشاریان و زندیان سعی میشه دوباره فودالیسم زنده بشه نادرشاه افشار نخستین پادشاه پس از اسلام ایران هست که با رأی مستقیم 20 هزار نفر از مردم ایران از بزرگان ایران در دشت مغان در آذربایجان به پادشاهی انتخاب میشه و رسما 20 هزار نفر مردم مناطق مختلف در واقع در منطقه مغان جمع میشن و اون رو به پادشاهی انتخاب میکنن چیزی که اصلا بی سابقه هست یک همچین فردی که بسیار هم ایران پرست بوده و برای نخستین بار هم بر پس از اسلام نام ایران زمین رو روی سکه هاش میزنه و پس بنابراین ما در دوران افشاریان و بس از بعد از اون زندیان آه البته آه سعی میشه که دوباره این فودالیزم اه اه انسانگرا زنده بشه که متاسفانه دوباره اه اه در واقع این در دوران قاجار به مشکل برخورد میکنه دوباره از راه اصلیش انحراف میشه مذهب تقویت میشه و همونطور که میدونید میرسیم به دوران پهلوی و در دوران پهلوی با کارهای بسیار بزرگی که رضا شاه میکنه و با لایسیته و ایران گراییش تا اندازه زیادی فرهنگ ایران و ایران باستان زنده میشه یا در حد زنده شدن هست به طوری که در عرض 16 سال پادشاهی اون اصلا ایران پیش از اون و پس از اون رو نمیشه با هم مقایسه کرد در عرض همه 16 سال تغییرات عظیمی میده اما متاسفانه این تغییرات عظیم رضا بزرگ در دوران محمد رضا شاه پهلوی با کاپیتالیسم شتاب زده ای که انجام میده و سعی میکنه که فئودال های تاریخی ایرانی رو از بین ببره که اینها در واقع خاندان بودند که قدرت سنتی و هویت ایرانی داشتند این هوی... کسانی که هویت ایرانی داشتن رو از بین میبرن با طرح اصلاحات ارزششون تا کار به جایی میرسه که اه 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 کسانی که اه فقط هویت اسلامی داشتن قدرت میگیرن تحت برنامه البته این انجام میشه که همه رو ساواک مدیریت میکنه و ساواک خودش تحت برنامه کمربند سبز برژینسکی بوده و این منجر به انقلاب اسلامی میشه انقلاب اسلامی در واقع رو میشه با همان قادسی و نهاوند مقایسه کرد دوباره بردهداری و سید کراسی و آنوسیکراسی جمهوری اسلامی یا ابراهیمی کراسی شروع میشه و در واقع تا جایی که متاسفانه اکس ها نشون میده که مردم برخی از مردم ایران آنچنان دچار فرق شدن که از فئودالیسم و کاپیتالیسم گذشته و بردهداری هم به دوران قهقراتر رفتن و امروزه کار به پشت بام نشینی و حتی قارنشینی و حتی چیزی که در طول تاریخ بشری نبوده من عکسهایی دیدم که ما به قبرنشینی هم رسیدیم و این اوج حزیز ذلت هست که مردم ایران رو که در طول تاریخ همباره سرفراز بودن با حمله دوم توحش عربی اسلامی که قادسیه دوم پنجاه هفت بود به قبر نشینی کشوندن و این سیر حزیز زلتی بوده است که ملت ایران طی کرده دقیقا همون گونه که میبینید عکس تغییر و تحولاتی است که در جامعه بشری که البته منظور ابر تمدن هند ایرانی و اروپایی است این تغییرات انجام شد خب دوستان گرامی این بخش ها رو با شما توضیح دادیم و امروز دیگه من این جلسه رو پایان برم دوستانی که پرسش دارن تا چند, جلسه، تا چند دقیقه دیگه شما رو از میوت در میارم تا پرسش هاشون رو دوستان بپرسن خب دوستان الان میتونن آمیوت بکنن و دوستانی که سوال دارن بپرسن یه که <تص> شد. دروب دروب بر, بر, شما دوست گرامی آقای کیارش از تبریز بفرمایید خسته نباشید استاد اگر اجازه بدید سه تا سوال دارم که سعی میکنم خیلی کوتاه بپرسم که نوبت بقیه دوستانم برسه بفرد. اولین سوالی که دارم اینه که در همین بحثی که ما شما طی جلسات قبل داشتیم بحث همون این بود که باید از طریق یک انقلاب ایرانی ما اون اصل های رونسانس ایرانی رو پیاده کنیم حالا ما وقتی که برمیگردیم به تاریخ نگاه میکنیم چون شما در جلسه قبل هم اشاره کردیم که ما میخواییم از تاریخ هم درس بگیریم میخوایم از تجربیات تاریخی هم استفاده کنیم وقتی که ما نگاه میکنیم به تاریخ اروپا و تاریخ اروپا رو مورد واکاوی قرار میدیم میبینیم که در کشور فرانسه اون انقلاب کبیر فرانسه بود که باعث شد که از های رونسانس در فرانسه پیاده بشه اما در مقابل کشورهای دیگه هم هستن و که مثل مثلا آلمان که در آلمان انقلابی به اون مفهومی که در فرانسه اتفاق افتاد رخ نداد بلکه خب اصلاحاتی در زمان آقای بیسمارک انجام شد و بعد از جنگ جهانی اول هم جمهوری وایمار اونجا به قدرت رسید که از طریق یه سری اصلاحات خیلی عمیق و بنیادین تونستن اون تمدن خب، اه، جناب آه؟ کیارش من متوجه سوال شما شدم من پوزش میخوام من مجبورم زمان و مدیریت بکنم ببینید درباره آلمان که شما مثال میزنید منظور شما این است که چرا در فرانسه با انقلاب انجام شد اما در آلمان فرض بفرمایید که با انقلاب انجام نشد خب اول از همه شما اینو در نظر بگیرید که یک انقلابی که در فرانسه انجام شد این مرکز این انقلاب در فرانسه بود ناپل اون به همه ای اروپا این انقلاب رو و نتایجش رو منتقل کرد ناپل اون با کشورگوشایی هایی که میکرد بخش زیادی از سرزمین های آلمانی رو گرفت ایتالیا رو گرفت تا شرق رفت به روسیه حتی در واقع لشکرکشی کرد و مسکو رو گرفت برخلاف هیتلر که نتونست مسکو رو بگیره ناپل اون مسکو رو گرفت اما نتونست بمونه اونجا و برگشت بنابراین اون مسئله که هست اینه که این انقلاب فرانسه رو شما فکر نکنید که یک انقلابی بود مثل فرض کنید انقلاب ایران این انقلابی بود که به تمام اروپا صادر شد و به تمام کشورهای اروپایی صادر شد از جمله به آلمان و اون تغییرات و دستاوردهاش به آلمان هم رسید مثل اینکه انقلاب روسیه اسمش انقلاب روسیه بود یعنی در خاک روسیه انجام شد در سن انجام شد یا لنینگراد سابق یا سن که پایتخت روسیه تزاری بود در اونجا انجام شد اما بعدها انقلاب سوسیالیستی به چین صادر شد به کوبا صادر شد به آمریکای لاتین صادر شد به اروپای شرقی صادر شد این انقلاب ها باید در یک مکانی و نقطه ای انجام میشن و بعد به کشورهای دیگه صادر میشن مسئله دوم هم که میخوام در همین باره ارز کنم خدمت شما این است که ماهیت مذهب در آلمان با ماهیت مذهب در فرانسه متفاوت بود در کشورهای شمال اروپا یعنی در حوزه زیر مجموعه تمدن ابر تمدن هندو ایرانی و اروپایی چندین تا ما تمدن داریم از جمله شمال اروپا و غرب اروپا رو که بهش تمدن آنگلوساکسونی ساکسونی میگن در کشورهای آنگلوساکسونی ما پروتستانتیزم داریم نه کاتولیسیزم کاتولیک ها نیستن مسیحیان به شاخه های مختلفی تقسیم میشن شمال اروپا پروتستان ها هستن جنوب اروپا کاتولیک هستند، شرق اروپا ارتودکس ها هستن یعنی البته شاخه های جدید هم اومدن در کلیساهای نمیدونم باپتیست و غیره اما اون شاخه های اصیل تاریخیش این سه تا هستن از بین تمام این سه شاخه کلیسایی اون شاخه ای که دخالت وحشتناک در سیاست میکرد جنایت میکرد دانشمند میکشت مردمان رو میکشت دقیقا مثل اسلام بود کاتولیک... کلیسای کاتولیک بود در آلمان کلیسای پروتستانتیزم بود پروتستانتیزم اصلا اساسش خودش همون لوتر پذیرفت که کلیسا از حکومت جداه یعنی اصلا کلیسای لوتر مارتین لوتر و کلیسای در واقع پروتستانتیزم اینا اصلا در سیاست از اول دخالت نمی کردن. چون دخالتشون کم بود واکنش هم نسبت به اونها کم بود و مثلا همین سکولاریزم در آلمان کفایت میکنه اونا نیاز به لایسیته ندارن حتی میبینید که ما الان در آلمان حزب دموکرات مسیحی هم دارن اما این دموکرات مسیحی ها مثل اه، اه، کاتولیک ها نیست مثل دوران حکومت کلیسای کاتولیک در فرانسه یا در ایتالیا در جنوب اروپا نبود که در همه چی دخالت کنن بکشن جنایت بکنن پس بنابراین واکنش آروم کشورهای شمال اروپا به مذهب به خاطر ماهیت آروم مذهب خودشون که پروتستانتیزم بود بود در, در فیزیک نیوتون یک قانونی هست فیزیکی که مکانیک کلاسیک مکانیک کلاسیک نیوتونی میگویند هر عملی را عکس عملی است هر کنشی را واکنشی است مساوی با آن اما در خلاف جهت آن اگر کسی به این قانون بنیادین طبیعت رو درک نکنه اصلا متوجه تغییرات در جهان نمیشه قانون عمل و اکسل عمل قانون کنش و واکنش در اروپای شمالی واکنش آروم بود چون دینشون آروم بود در اروپای جنوبی کاتولیکا جنایت کردند انقلابیون هم گیوتین گذاشتن گردن زدن و اعدام کردن مثل انقلاب فرانسه و غیره بنابراین هرچی جنایت بیشتر باشد واکنش در طول زمان بیشتر میشه قانون طبیعی است در ایران ما چون توحش به حد اعلا رسیده یعنی هویت ایرانی رو خیانت که فقط در همین سه چهار سال کردن دریای کاسپیانو به روسیه و سه 4 کشور جمهوری های دیگرش بخشیدن از سهم ایران 50 درصدی رو به 11 درصد رسوندن برجام رو امضا کردن که بنیه دفاعی ایران و تکنولوژی هسته ایران رو از بین ببره زمینه ترور دانشمندان ایرانی رو خود اینها فراهم آوردن و افراد خائنی زمینه شو آوردن که زمینه فراهم کردن که مقصا ایران بره در مسئله برجام دیدید در مسئله دریای کاسپیان دیدید در مسئله همین آذربایجان شما دیدید دیدید اگر که ترکیه به جای ایران بود این گونه واکنش نشون میداد یعنی منطقه حائل رو میومد بگذاره که کسانی که میان دم مرز ایران عکس میگیرن که دم پلی که به سمت تبریز میرسه عکس بگیرن رو میذاره دست اونها بیفته خب اینها دیدید که کردن این خیانت رو کردن و در موارد مختلف دیگری در موارد اقتصادی چه جنایتهایی کردن اندیشمندان ما رو کشتن قتل های زنجیری بود ملیگرایان ما رو کشتن ایرانگرایان رو کشتن دانشمندان ایرانشناس رو کشتن که مخصوصا اسمش رو در رسانه ها نمیارن مثل دکتر احمد تفضلی دکتر محمد مقدم دکتر کوروش آریامنش و خیلی از این افراد و منوچهر فرهنگی و غیره رو کشتن جنایت هایی که کردن این ج... حتی بدتر از جنایت های کلیسای کاتولیک است و بنابراین با یک همچین حکومتی تغییرات انجام نمیشه نیروی واکنش مساوی با کنش، اما در خلاف جهتش باشه انقلاب اسلامی روبروش انقلاب ایرانی است سال بعدیتون لطفا بپرسید حالا ب... 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 ه... اگر سوال دومم هم در مورد همین بحثی بود که امروز مطرح کردین در مورد همین ساختاری که شما طراحی کردین برای قوه مجریه و مجلس این اینه که شما با توجه به خب مطالعات عمیقی که تو این حوزه داشتین حتما این این مدل بر اساس اون مطالعه و اون واکاوی شما در تاریخ ایران انجام طراحی شده حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا ما ملت ایران یک بار در جریان انقلاب مشروطه به این بلوک نرسیدیم یعنی به این جایی نرسیدیم که بالاخره یک انقلابی اتفاق افتاد حالا اون انقلاب مشروطیت به قول شما توهش عربی رو از بین نبود بلکه فقط اومد قدرت پادشاه رو مشروط کرد به قانون قدرت پادشاه رو کم کرد ولی به هر حال یه انقلابی اتفاق افتاده یعنی این نشون میده که یک بار ما ملت ایران در طول تاریخ به یک همچین بلوغی رسیدیم حالا آیا نیازی هست به نظر شما که یک دفعه دیگه ما بخوایم بیاییم یک م... 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 من حالا نمیخوام بحثو بکشونم به حکومت پهلوی به اینکه این, این رضا شاه بود که خیلی از آرمانهای های مشروطیت و تحقق بخشید این خیلی از اون چیزهایی رو که انقلاب مشروط دنبالش بود در زمان دولت اقتدارگرای رضا شاه به جامعه عمل پوشان اما سوالم اینه که با توجه به این شرایط که الان ایران درش قرار داره چون ما میگیم که علم سیاست علم واقعیت هاست با توجه به شرایط خیلی خطرناکی که ما الان توش هستیم به نظر شما ما نمیتونیم از طریق یک دولت اقتدارگرا شاکی همون چیزی که من نمیگم مثلا یه رضا شاه دوم مثل بعضی از افرادی که چنین صحبت هایی میکنن نه میگم آیا بهتر نیست به نظر شما که ما از طریق یک دولت اقتدارگرا این اصلاحات رو انجام بدیم چون الان شرایط ایران شرایط خطرناکیه شاید دیگه ما دیگه این فرصت رو دیگه نداریم بله خب متوجه پرسشتون شدم ببینید دوست عزیز شما مقاله انقلاب ایرانی منو نخوندید شما اگر در ببینید انقلاب ایرانی انقلاب ایرانی پروسه ای اون رو اگر ببینید که چگونه من توضیح دادم نوشتم که در این انقلاب ایرانی باید نیروهای نظامی شرکت کنند همراه با مردم نیروهای نظامی میهم پرست باید شرکت کنند نیروهای اطلاعاتی میهم پرست باید شرکت بکنند و این اونگونه نیست که شما تصور میکنید که این تنها یک سری مردم از آسمون بیفتن و یا از مریخ بیفتن و یک دفعه اینا بخوان قدرت رو به دست بگیرن نه انقلاب ایرانی رو اگر اون مقاله من رو با دقت بخونید میبینید که اهرم هایی داره اهرمش مردم هستن اما نیروهای نظامی میهم پرست نیروهای اطلاعاتی میهم پرست جزئی ای از این انقلاب هستند که میتونن بیان و کمک بکنن به این تغییر جهت تمدنی اما اگر مردم شرکت نکنند اگر مردم در این چون وجه و... ویژه این تغییرات باید مردم شرکت کنند اگر مردم شرکت نکنند و فقط امید رو به نظامیان و نیروهای اطلاعاتی ببندیم از اونجایی که منفعت این گروه ها همگامی و همراهی با مذهبیون هست و خیلی هاشون دوستدار مذهبیون هستند این افراد نمیتونن که اون تغییر جهت تمدنی رو انجام بدن یعنی ما الان در ایران اصلا کسی مثل رضا رو نداریم من نه تنها میگم باید شخصی مثل رضا باشه که باید بسیار قدرتمندتر از رضا باشه و تغییراتی که انجام میده باید بسیار جدیتر باشه رضاشاه نتونست تغییر جهت تمدنی بده رضا شاه فقط اومد حکومت رو یه ذره مدرن کرد و یه ذره حافظه تاریخی رو زنده کرد تغییر جهت تمدنی رو پتر کبیر در روسیه داد تغییر جهت تمدنی آتا ترک در ترکیه داد اینها تغییر جهت تمدنی دادند واقعا پس بنابراین اگر مردم شرکت نکنن با توجه به شرایط فعلی با توجه به فرمانده های نظامی مذهبی که الان در ایران هستند اصلا انقلاب ایرانی به انحراف میده یعنی جمهوری اسلامی که قبلا جنگ میشد بین آنوسیکرات های اصولگرا و سیدکرات های اصلاح طلب، حالا نظامیکرات ها میان وسط یعنی یه عده نظامی اما اسلامی میان وسط اون چیزی که میتونه نظامیان رو وادار کنه از این مسخره بازی مذهبی و از این نژادپرستی آشکار ابراهیمی از ایران دور بشن و ایران رو ایرانی رو زنده کنن اون مردمن که کار به استخونشون رسیده نظامی ها هنوز مثل مردم کارت به استخونشون نرسیده چون سری اجتماع امتیازاتی در پروسه دارن پس بنابراین در انقلاب ایرانی نظامی ها باید نقش داشته باشن اصلا باید رهبری کنن باید نیروهای اطلاعاتی باشن همون مردم رو بگذارید کنار به سمت مذهبی شدن و منافع خودشون خواهند سوال بعدیتون رو بپرسید اگر که میشه لطفا خیلی, خیلی سپاسگزارم استاد حالا سوال سوم رو جلسه بعدی میپرسم خیلی ممنون خواهش میکنم خواهش میکنم خب دوستان دیگه هستن سوال بکنن آیه بفرمایید بفرمایید آقای آریا آریا شه مثل اینکه زودتر پرسیدن بعدش آقای آرش کمانگیر سال کنم بفرماید آقای آریا شه آقای دکتر من یه نکشه داشتم برای اینکه مردم رو به بازی بگیریم توی همین انقلاب ایرانی که شما مطرح میکنید من فکر میکنم مسائل ملی رو باید برای مردم پررنگ کنید که مطالبات اجتماعی رو بالا ببریم به این ترتیب مردم میتونن همه نگاه های مردم وقتی به یه سمت معطوف بشه میفهمن که قدرتشون معنا پیدا میکنه بعد انقلاب ایرانی شکل میگیره به این ترتیب ما میخوایم دنبال سمبل باشیم چه که توی چهل سال گذشته همه احزاب و گروه سیاسی دنبال یه سمبل خاص رفتن اون سمبل به نظر من هیچ وقت شکل نمیگیره تا پشتوانه در واقع واقعی اجتماعی نداشته من ایده که دارم توی همین مسئله کرونا همه دنیا اومدن کار کردن برای بهینه سازی و تقویت و سلامت اجتماعی ولی متاسفانه رژیم حاکم اصلا نه, برای خودش نه برای مردم خودش هیچ فکری نکرده ما همین میتونیم مطالبه اجتماعی بکنیم در داخل در خارج و این به واسطه قدرت گرفتن اهرام فشاری میشه بر نظام حاکم حالا نظام حاکم میتونه بخشش دولت باشه حکومت باشه, بخش دولت باشه. و وقتی که جواب گرفتیم میتونیم این جوابگیری رو به عنوان توانی استفاده بکنیم که مسائل بیشتری رو جلو ببریم من کاملا با شما از چه شهری هستید آقای آریا من تهران هستم جزء جنبش ملی ما هستم بله بله خیلی من از شما سپاسگزارم و شما بسیار مطلب مهمی رو گفتید بله من این هدف من اینه یعنی شما اگر دقت کرده باشید هدف من از روز اولی که میدیایی شدم و رسانه ای شدم تو پنج سال پیش تو این پنج سال اخیر همش همین بوده و این است که سعی کنم به جنبش های مختلف از جمله به جنبش شما و جنبش ما هستیم که جنبشی باشد ملیگرا و مطالبات ملی رو در مردم ببره بالا من کاملا با حرفای شما موافقم و بسیار پرسش بسیار مسئله خوبی رو گفتید حالا اگر پرسشی دارید بفرمایید اگر نه آقای آرش کمانگیر بپرسید خیلی ممنونم لطفا با خواهش میکنم آقای آرش کمانگیر بفرماید شما درود بر شما و همه درود بر همه درود شما بفرم عرض به خدمت رو استاد من سه تا سوال داشتم ولی کوتاه یک فایل تصویری همین الان کشیدم شما میتونید ببینید من سوالی داشتم بر مبنای اینی که کشیدم دو, دو تا اردوگاه کاپیتالیسم و کمونیسم میخواستم ببینم این سوسیالیسم مد نظر اندیشکده ایران زمین دقیقا کدوم بر میگیره در اردوگاه کپیتالیسم نه ما این رو ببینید من شاید در موارد معدودی باشی که با پاپ موافقم و اون در اینکلوسیو اه... کپیتالیسم هست این سوسیالیزم نیست دوست من این آنتی تزی هست از تز کپیتالیزم و آن... ببخشید این سینتزی هست سینتزی هست از تز کاپیتالیزم و آنتی تز سوسیالیزم یک سینتزی هست به اسم اینکلوسیو کپیتالیزم که الان هم میگویند که اصلا یکی از دلایلی که کرونا را آوردن میخوان دنیا رو به این سمت ببرن یعنی این اتفاقا سیستمش بد نیست من اینو واقعیت رو به شما بگم سیستمی است که بسیار عدالت پرور هست و فرصت رو برای همه طبقات مردم ایجاد میکنه البته این رو که میگم در کشورهایی است که این پیاده میشه جمهوری اسلامی ما بردهداری داریم یعنی حتی فیودالیزم رو هم از بین بردن ما بردهداری داریم و بردهداری عربی داریم یعنی یه سری آقا سیدن و ما موالی و برده همون چیزی که پس از ارزم به حضور شما که قادسیه و نهاوند دیدیم این سیستمی که من میگم عکستون رو من متاسفانه نمیتونم ببینم خانم ادمی لطفا پاک نکنید دم اگر عکسی هست بذارید ایشون آپلود کنه من همین الانم هم از... کشیدم بله. من چرا عکسی رو نمیبینم دم. من خب من عکسی اکسی... بله. بله ولی به هر حال بله. آ یه چیزی دیدم این... بله 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 این دانلود من شیف سوسیالیست اسمشو گذاشتم استاد شما چی اسمشو گذاشتین شپ سوسیالیست uh, حالا اینا میگن اینکلوسیو کپیتالیسم یعنی کپیتالیزمی که همه رو شامل بشه و عادلانه باشه متاسفانه عکستون نمیدونم مشکل چیه نمیتونم باز کنم و بح... اگه بشه بله حالا به حال بعدا برای من تو شبکه اجتماعی بذارید توی اینستاگرام یا بله بله. توی فیسبوک من ببینم چیه ولی به حال اون چیزی که اه، اه، مسئله است اینه بینا بینه. حالا من وقتی به اصول اقتصادی اندیشکده ایران زمین برسم اینا رو خدمتون توضیح میدم الان چون بحث ما اقتصادی نیست از این رد میشم ولی یک سینتزی از تز کاپیتالیسم و آنتی تز سوسیالیسم است یعنی همون کاپیتالیسم است که عادلانه تر باشه بله چون من خودم فعال اقتصادی هستم و با. کارآفرینم این مسائل خیلی دقت میکنم حالا ان که در جلسات آینده بهتر امیدوارم باید. در جلسات آقایت بهتر بپردازید به سوال دوم من سوال دوم من س... اینترنت من هم قط میشه شما اشاره کردید به سیاست در واقع بای پارتیزان بودن ساختار بای پارتیزانی دو حزبی در کشور پش... در جلسه پیش من سوال اینه که مشخصا چرا سه تا حزب نباشه با توجه به اینکه عدد سه یک عدد رازالو و مزاره به عدد سه اینجور مسائل اگر مثلا بین سه نفر دو نفر مثلا جبهه بگیرن نفر سوم میتونه اختلاف رو رفع کنه این در واقع تو سیاست احزاب میتونه پیاده بشه و اینکه اگه میشه راجع به اعداد اعداد سه سی و سه مزاره اگر بله اون... دوست بشه. من اه... خیلی ممنون از پرسشتون من متوجه شدم ببینید درباره اعداد که شما گفتید اون یه چیز دیگه ای هست به اسم نومرولوژی نومرولوژی رو من واردش نمیشم نمرو، نمرو، در واقع نومرولوژی نومرولوژی بخشی از مانیفست اندیشکده ایران زمین نیست اما اگر شما علاقه مند به عرفان هستید من شاید آخرین جلسه وقتی که مانیفست اندیشکده ایران زمین اصولش تموم بشه جلسه برای عرفان ایرانی بگذارم به اون نومرولوژی هم میپردازم به اون به شاید برخی از اصولی که مقان میترایی هم استفاده میکردن میپردازم اما درباره احزاب احزاب نه این گونه نیست که شما میفرمایید در احزاب ما دو تا ایدولوژی بیشتر نداریم یعنی احزاب ساختاری که دارن سنوی هست عین جامعه عین مرد و زن عین قطب مثبت و قطب منفی ما قطب سومی اگه داشته باشیم این دیگه خونسان میشه این دیگه قطب نیست پس بنابراین این سه بله ویژگی های خاصی داره حالا که میگی تو نومرولوژی اما ارزم به حضور شما که در این مورد خاص ما دو قطبی داریم چرا احزاب باید در جامعه جریان به وجود بیارن من یه مثالی برای شما میزنم شما فرض بکنید که این چیزی که دست منه این پوینتر که دست منه ما میخواهیم که یک جریانی در این به وجود بیاریم برای ایجاد یک جریان حالا از الکترون ها توی این شما نیاز به دو قطب داری یک قطب مثبت یک قطب منفی وقتی این دوتا قطب به عنوان تز و آنتی تز عمل میکنن باعث میشه که الکترون ها جریان بیفتن ما سه تا قطب نداریم تو فیزیک برای یک گردش الکتریکی شما سه تا قطب ندارید دو تا قطب دارید پس بنابراین در جامعه شما میخواهید یک جریان مردم رو به وجود بیارید مردم رو به صورت به پویایی برسونید به تحول برسونید در این تحول و پویایی دو قطب بیشتر اصلا در فلسفه وجود نداره شما میتونید 100 تا حزب تشکیل بدید اصلا نه دو تا صد تا تشکیل بدید اما ایدئولوژی دو تا بیشتر تو فلسفه نیست در ما یک فلسفه سیاسی داریم بخشی از فلسفه رو بهش میگن فلسفه سیاسی. در فلسفه سیاسی ایدولوژی اصیل یا راست و یا چپه. بقیه همه زیرمجموعه اینا. همه اونای دیگه یا زیرمجموعه راستن یا زیرمجموعه چپن. مثلا فرض برای شما عرض می میکنم الان احزاب سبز در اروپا خیلی معروف احزاب سبز. احزاب سبز کی؟ چی هستن؟ احزاب سبز از زیرمجموعه ها هستن. یعنی اینا ایدئولوژی سبز که ما نداریم که ما ایدئولوژی گیاهلوژی که نداریم که بیاد مثلا فرض بفرمایید که احزاب سبز شما فکر نکنید که اینا میان در پارلمان از صبح تا شب راجع به گیاه ها صحبت میکنن که ایدئولوژی نه همین چپه منتها یه تاکید ویژه‌ای رو محیط زیست دارن اینا رو بهشون میگن احزاب سبز ولی ایدئولوژی چپه ما در جامعه برای ایجاد جریان مردمی دو قطب بیشتر نداریم جامعه دو قطبی بشه اون جامعه به حرکت میفته جامعه ای که یک قطب باشه یا سه چهار تا قطب باشه این جامعه یا راکت میشه یا گیج میشه این به صورت خلاصه خب سوال دیگه, دیگه, دیگه هست بفرمایید صح... اشاره کردید که یادآوری کنم راجب پان ایرانی و همچنین من یک مطلب شنیدم راجب انجمن راز اگر دوست عزیز بر خیلی ممنون متشکرم من اینو به عنوان آخرین پرسه شما پاسخ میدم بعد دوست دیگری بپرسم درباره باره انجمن راز من واردش نمیشم به خاطر اینکه این ربطی به صحبت امروز ما نداره و ربطی به مانیفست اندیشکده ایران نداره اما درباره پانیرانیسم شما سوالتون دقیقا چی هست بفرمایید من میخوام بدونم چی هست چون اطلاعی ندارم. بله پان ما نداریم ببینید ما یه حزبی داریم که ادعا میکند پانیرانیست است اما این حزب رو اگر شما ببرید زیر کلاسیفیکیشن طبقه بندی علوم اجتماعی و سیاسی این حزب پانشیه هست است دقت میکنید ما حزبی داریم که موقعی که آقای خمینی در ایران آمده بود میگفت خمینی فر ایزدی داره مثل آقای پزشکبور که رهبر پانیرانیست بود خب این حزب رو من نمیگم پان اینو من میگم پانشیعیزمه دقت میکنید ما حزبی داریم که وقتی به مردم بهرین همین پانیرانیستا ستم میشه چون شیعه هستن حالا عربن ولی چون حالا عرب زبانن دست کم چون شیعه هستن واکنش نشون میده ولی به مردم بلوچ وقتی ستم میشه چون سنیان یا به کردها ستم میشه چون مثلا اکثرشون سنیان واکنش نشون نمیده پس را به طور کلی ایده پانها ها کلا ایده ای هستند که مردمان با تبار مشترک دور هم جمع بشن و یک کشور رو تشکیل بدن اینها هم این ایده رو دارن این اندیشه اندیشه است راست افراتی و اینکه شما بخواید که همه ی اندیشه ها تو یک کشور مثلا انجام بشه همه رو تو یه جا جمع بکنید عملا امکان پذیر نیست چه این که پانیرانیسم در ایران وجود ندارد و پانشیئیزم داریم که حافظ منافع شیعیانه اما خودش رو پانیرانیسم مینامه اگه شما پان میخواید بدونید بهترین نوع پانها همین پان ترکیزمه. ببینید اونا قدرتمند دارن کار میکنن میدونید اون براش مهم نیست مثلا مردم باکو شیعان مردم باکو شیعان اما میاد اینگونه نیرو میفرسته تا اصلا مثلا در برابر چیز حمایت بکنه در برابر ارمنستان چرا چون زبانشون زبانی است که حالا اینا میگن ترکیه حالا به نظر بنده نیمه آلتایی نیمه ایرانی بنابراین اون چیزی هستش که ما پانیرانیست متاسفانه نداریم ما حزبی داریم که ادعا میکند پانیرانیست است اما دروغ میگوید به خاطر اینکه این, این حزب متاسفانه پانشیه هست و بسیار ضعیف هست و افرادی که در اون هستن سواد کافی ندارن ضعیفن و برای همینم هم هستش که این حزب میدونید که در 70 80 سال اخیر موقعی که تشکیل شد در واقع قدرتمند نشد یعنی من اینو به شما بگم این اندیشه اصلیش رو دو نفر گذاشتن یکی آقای دکتر محمود افشار یزدی بود و دیگری آقای در واقع تیمورخان افشار نادری که پدر بزرگ بنده بودن تیمورخان افشار نادری که دوست دکتر محمود افشار یزدی بود و اینها با هم دیگه ایده پانیرانیسم رو گذاشتن ولی این ایده رو بعد آقای پزشکور به انحراف کشوند این رو پانشیئیزم کرد و تا اینکه به این گندی رسیده است که الان آقای منوچهر یزدی میروند و در تلویزیون کلمه با تلویزیون وهابی سعودی کلمه مصاحبه میکنن بنابراین پانیرانیسم اساسش اینه اون اندیشه ای که من میگم پانیرانیستی نیست دقیقا چون اینها میخوان یک کشور از همه مردم هست. مثلا میخوان تاجیکستان افغانستان ایران و غیره رو و شیعه ها رو همه رو بیشترشو البته نه ها رو تو یک کشور جمع کنن من ایده اتحادیه رو میدم این فرق داره با اینکه همه رو تو یک کشور جمع بکنید این ایده پان نیست مثلا الان ترکیه و جمهوری باکو اینا هر دو پان ترکن چون میگن میخوان در واقع یک دولت متحد تشکیل بدن یعنی میخوان یک کشور کنن باکو و آنکارا رو و ترکیه رو ولی اون اندیشه من این گونه نیست یه چیزی مثل اتحادیه اروپا هست یعنی این کشورها افغانستان تاجیکستان اینا وارد یه فدراسیونی با ایران میشن که در ضمن حفظ استقلالشون با هم وارد همکاری های اقتصادی سیاسی اجتماعی و نظامی میشن خب دوست بعدی سوالشون رو بپرسن درود بر شما استاد درود بر شما بفرمایید خانم افسانه اولا که که رو به شما و بقیه دوستان تبریک میگم بعد در مورد سالی که صحبتی که امروز شما انجام دادیم سازمان امنیت برای اینکه یک سازمان امنیت بتونه که در واقع امنیت کشور رو حفظ کنه امنیت داخلی رو باید توی اطلاعات از کشورهای دیگه هم داشته باشه و سازمان امنیتی که قرار در آینده تشکیل بشه توی خارج از کشور به چه صورت کار میکنن و کدوم در با کدوم یکی از سازمان ها هستن که این مسئولیت رو دارن گارد جاویدان و یا سازمان امنیت کشوری منظورم سازمان امنیت گارد جاویدان. بله هر سازمان خیلی ممنون از پرسشتون خانم افسانه شما از چه شهری هستین؟ من از هستم شما از سویدید آقای کمانگیرم که پرسیدن از مشهد بودن احتمالا بله به حضورتون که درباره سازمان ها. تمام سازمان های اطلاعاتی دو تا اداره دارن یکی اداره داخلی هست و یکی اداره خارجی یعنی هم سازمان اطلاعات کشوری و هم سازمان اطلاعات گارد جاویدان شاهنشاهی هر دو هر دو رو دارن یعنی هم دفتر داخلی دارن هم دفتر خارجی دفتر خارجی دفتر اطلاعات گارد جاویدان در واقع دفتر خارجی این سازمان دفتر خارجی سازمان اطلاعات کل کشور رو هم کنترل میکنه که نفوذ نکنن سازمان های دیگه درش و اون افتضاحات و گند هایی که در قضیه قرباق در ایران پدید اومد و البته من میگم اینا قصدی هست و یا در خوزستان پدید اومد یا در جاهای دیگه دیگه پیش نیاد این یک نیروی ناظر سازمان اطلاعات گارد جاویدان شاهنشاهی بالاترین سازمان اطلاعاتی کشوره که دفترهای داخلی و خارجیش تمام ساختار اطلاعاتی کشور از جمله سازمان اطلاعات کل کشور رو که یک سازمانی هست که سازمان اصلی اطلاعاتی کشور کنترل میکنه دوستان دیگه سوالی دارم بپرسم خواهش میکنم درود بعد شما درود بر شما آقای سورند بفرمایید در چه شهری هستید؟ خوزستان هستید خوزستان هستید بفرمایید هر زمان بزرگتون در برنامه هایی که شما دارید داشتید و صحبتاتون رو که من در یوتیوب دنبال میکنم تاکید شدیدی دارید بر اون حکومتی که هست حکومت ایرانگرا باشه ما در ایران دو توده عوام داریم یکی که حال قسمتشون اندیشه ها و تفکرات مذهبی رو دارن و نمیشون با رو کتمان کرد بخصوص با این چهل و دو سالی که جمهوری اسلامی کار کرده بله دوست من من متوجه ای... پرسش شما شدم چون ببخشید من خیلی سریع ذهنم کار میکنه و بله. چون وقتمونم محدود هست من پوزش میخوام مجبورم سریع به شما پاسخ بدم بله ببینید بله. دوست عزیز کشور باید صاحب داشته باشه ما مخالف مردم مذهبی نیستیم مردم مذهبی در این ساختاری که من گفتم دقیقا حق دارن در انتخابات شرکت کنند اما کشور صاحب داره کشور تاریخ داره کشور هویت داره کشور بی صاحب در این 42 سال شده که هر کسی میتونه قسمتی از خاکش رو ادعا بکنه ایران یک کشوری است با چند هزار سال سابقه و صاحب داره و این صاحب اون بیشک مهاجم یا مهاجر نیستن به ویژه مذهب مهاجم یا مذهب مهاجر از جمله مردم مذهبی بنابراین اینو بدونن که در پروسه انتخابات میتونن شرکت کنن اما اگر که انتظار دارن که حزب مذهبی بیاد به ایران حکومت بکنه تشریف ببرن در یک کشور عربی که مذهب عربی اسلامی هست در اونجا میتونن حکومت بکنه سوال دیگری اگه دارید بفرم من ادامه سالم رو بپرسم خدمتتون بفرد. و گروهی که های قومی دارن و تجزیه طلبی حالا من تجزیه طلبی ها... هم من عرض کردم در اندیشکده ایران زمین باز هم این به همون مسئله‌ای که شما مطرح کردید درباره مسائل مذهبی درباره مسائل قومی هم صدق میکنه کشور ایران من پیشنهاد دادم که در قانون اساسی آینده ایران مثل خیلی از کشورهای اروپایی و حتی خود اسرائیل که ذکر کردن صاحب کشور کیه الان کشور چون صاحب نداره آقا سدلی میگه امام زمانه حالا یعنی امام زمان هم که حالا بروید نخود ها رو پیدا کنید حالا بروید حالا چجوری پیداش کنیم آقا نخود رو بنابراین ایشون منظورش اینه صحابش خودشه بنابراین این مسئله اینه که صاحب باید از نظر حقوقی ذکر بشه صاحب کشور ایران مردمان ایرانی هستند و اقوام ایرانی هستند و همه اقوام ایرانی که من اینها رو نام بردم و مشخصه هاشون رو دادم از پارس و آذری و کرد و لور و بلوچ و بختیاری و گیلکی و مازندرانی و تالشی و غیره و غیره و غیره همه اینها حق دارند که در دموکراسی ایرانی دموکراسی ملی شرکت بکنند در مجالس استانی در مجالس کشوری در دولت‌های استانی در دولت‌های کشوری و در همه در واقع حقوق از هر قومی که دارند میتونند شرکت بکنند به شرط این که بدانند صاحب این کشور هویت ایرانی یا فرهنگ ایرانی است یعنی ما یک پرچم سراسری داریم ما یک زبان سراسری داریم که زبان دری هست که زبان آموزش و زبان در واقع رسمی ما هست حالا در هر استانی هم البته زبان محلیشون میتونه به کار بره اما زبان رسمی مکاتبه بین همه استان ها باید باشه که در همه جا هست حتی در فدرال ها و کنفدرال ها هم همه زبان رسمی دارن بنابراین اون چیزی که میخوام به شما عرض بکنم این است ما هیچ مشکلی با اقوام ایرانی نداریم اقوام ایرانی هم از نظر ما کسانی هستند که و صاحب کشور ایرانند یعنی یک در تاریخ ایران سهم داشتند در ساختن ایران سهم داشتند یک دو اینها زبانشان ایرانی یا نیمه ایرانی سه در واقع اینها دارای فرهنگ ایرانی هستند جشنهای ایرانی سال نو ایرانی نوروز ایرانی آداب و رسوم ایرانی یلدا ایرانی رو دارن و همچنین از نظر آنتروپولوژی زیسته یعنی سه تا از این شاخه ها رو داشته باشن اقوام ایرانی هستند و افرادی که ایرانی نیستند و جزو مثلا عرب زبان ها اگر اصرار دارن که بگن ما عربیم اگر عرب زبانن که خب ایرانی هن. اما اصرار دارم بگن نه آقا ما قوم عربیم چون قوم عرب قوم ایرانی نیست بر هیچ اساس هیچ تعریفی این افراد هم محترمند بر اساس شهروندی یعنی حق شهروندی اینها به رسمیت شناخته میشه یعنی چی؟ یعنی یک قوم ایرانی مثل آذری حق داره که نام آذربایجان رو رو استانش بگذاره یک قوم ایرانی مثل گیلکی حق داره که نام گیلان رو رو استانش بگذاره یک قوم ایرانی مثل فرض بفرمایید کرد حق داره اسم کردستان رو رو استانش بگذاره بلوچ میتونه بلوچستان رو بگذاره اما عرب نمیتونه در ایران عربستان درست کنه چون قوم ایرانی نیست و مردم ایرانی نیست اقوام غیر ایرانی در ایران مثل عرب ها و یا مثل ترکمن ها اینها حقوق شهروندی برابر دارن یعنی به عنوان شهروند حقوق برابر به عنوان شهروند میتونه بیاد حتی شاهنشاه بشه ما میتونیم یک عرب داشته باشیم یا عرب زبان بیاد شاهنشاه های کل ایران هم بشه اما حق نداره یه تیکه از ایران رو برداره ببره بگه عربستان میخوام برم بیرون پس بنابراین این قضیه کلی هست که در همه جای دنیا هم هست یعنی شما در استرالیا که تازه فدرال هم هست و بعضی جاش کنفدرال شما میبینید که اینجا اون کسانی صاحبن که آنگلوساکسونان مهاجران آنگلوساکسون من ایرانی به عنوان شهروند در استرالیا حق دارم چون استرالیایی استرالیایی تبار نیستم و در ساختن استرالیا نقش نداشتم من حق ندارم یه تیکر بیام به اسم ایران از استرالیا جدا کنم این همه جای دنیای قانون هست متا این رو نمیفهمند به خاطر تبلیغات غلب به خاطر تبلیغات سیاسی یه اصل حقوقی کاملا درست رو که در همه کشورها پیاده میشه به خاطر تبلیغات غلط مخصوصا تبلیغاتی که اسرائیلیا میکنن و پانتورکا میکنن این رو نمیفهمند و یه عده‌ای میخوان در ایران از جمله همین شورای گذار که بیشترشون اینها افراد وابسته ای هستند میخوان در ایران عربستان درست کنن این پاسخ پرسش دوم شما دوستان دیگه ای سوال دارم بپرسن خب خواهش. خواهش. آقای اه، چیز آقای اسفندیار اینجا هستن الان یا نه اگر کسی سوال نداره من پاسخ پرسش آقای اسفندیار رو بدم آه هستن آقای اسفندیار هستن آقای اسفندیار رو لطفا ادمین آن میوت کنن خب خانوم ادمین هستن خب درود بر استاد حاضلی گرامی درود بر آقای سهراب اسفندیار من پرسش شما رو توی شبکه اجتماعی دیدم و پاسخ اون رو میخوام خدمتون بدم ببینید دوست عزیز من از هر جریان لایکی ایشون سوال کرده بودن که سوالشون این بود که حالا من نظرم راجع به اون منشور لیبرالیسم منشور لایسیته ایران لیبرال چی ببینید من از هر جریان لایکی حمایت میکنم و اون رو شرط لازم هر اقدامی میدونم از جمله این جریانی که شما گفتید من هیچ مشکلی با این جریان ندارم اما من چند تا رو بگم من مسئله رو خدمت شما بگم چون من اون منشور رو خوندم من فکر کردم حالا مثلا چند صد صفحه هست مثلا مقاله های من حدود صد صفحه هست دو سه صفحه بیشتر نبود و من این رو نگاه کردم و ببینم این ارزم به حضور شما که این قضیه چیه ولی من نگاه کردم به شما این پاسخ رو بدم یک دوست عزیز من وقتی گفتم که کسی که لایکس نمیتواند بگوید پیرو مصدق است چون مصدق لایک نیست من نگفتم که نمیتواند بگوید که من دوستدار مصدق نیستم آقای بختیار دوستار مصدق بود به خاطر کارهای خوبی که کرده بود مصدق کار خوبم کرده بود مثل مثلا کارهایی که درباره حوزه نفت کرده بود و ملی کردن نفت هرچند که اون نفت تا الانی هم که من و شما صحبت میکنیم هیچ وقت در واقع ملی نشده و سهم ایران بیش از 10 تا 20 درصد است اما با تمام این حرفا اصل اقدامش درست بود و آقا این کار باعث شده بود که کسانی مثل بختیار که لایک بودن دوستار مصدق بود و در ساز ایشون بعد عضو سازمانی حزب, مل... حزب مل... جبهه ملی بود کسانی که عضو سازمانی جبهه ملی مثل اینکه فرض کنید که افرادی که بیان توی سازمانی یا توی کمپانی بالاخره اون کسی که رئیس و بنیانگذار اون سازمان یا کمپانی باشه رو بهش احترام میذارن اما از یاد نبرید که بختیار آنچه که کرد اتفاقا خلاف جهت مصدق بود یعنی با خمینی به هیچ عنوان سازش نکرد و برای همین جبهه ملی بختیار رو اخراج کرد و جبهه ملی که جبهه سکولار بود و از درون جبهه ملی ملی مذهبی ها بیرون اومدن و میدونید که بنلی مذهبی ها همون بازرگان رو چیز کردن اینا همه از درون جبهه ملی درون اومدن، بیرون اومدن و آقای سنجابی و غیره اونا واقعا پیرو مصدق بودن بختیار پیرو مصدق نبود بختیار دوستدار مصدق بود به مصدق احترام میگذاشت مصدق رو دوست داشت اما نظر خودش رو داشت پیرو یه مفهوم خاصی داره شما وقتی پیرو همین شیعه هم که میگن یعنی پیرو شما وقتی میگید پیرو کسی هست یه شیعه مثلا یه پیروه چرا پیروه چون مرجع تقلید داره و این شیعه پیرو که مرجع تقلید داره موظف باید ببینید دقت کنید باید یک رساله ای رو که مرجع تقلید نوشته رو به اون عمل بکنه و پیروی کنه بختیار از رساله مصدق عمل پیروی نمی کرد که اون رو از اندیشه های مصدق پیروی نمی کرد از همه اونها که اون رو پیروی اون بذارید و اون تنها دوست دارش بود بنابراین وقتی منشوری برای لایسیته نوشته میشه اصلا نامی از مصدق نباید بیا چون مصدق اصلا لایک نبود و مصدق ارزم به حضور شما افرادی هم که لایک بودن از جبهه ملی همه اخراج شدن از جمله بختیار بختیار رو اخراج کردن از جبهه ملی و اون کسی که اتفاقا جبهه ملی جبهه ملی مذهبی و همواره از زمان مصدق که کاشانی بود تا زمان خمینی همواره اخوندباز و اخوند دوست و اخوند پرور بودن و اینها نمیتونن لایک باشن اما درباره منشوری که شما گفته بودید ببین دوست من من این رو یک نگاه سریع کردم هرچند که وقت کامل نیست که من به همه حال جزئیاتش بپردازم هرچند حجم زیادی هم نداشت اما من همون گونه که دفعه پیش تا این مصدق رو دیدم بقیهش رو نخوندم حالا این دفعه به احترام شما همش رو خوندم و این نکات رو من برجسته کردم با هر کسی که نوشته ببینید من با هیچ فردی هیچ مشکلی ندارم هر کی هم که لایک من دوستش دارم آفرین هر کی این کارو کرده واقعا کار خوبی کرده اما چند نکته رو از منشور این لایسیته به شما بگم که اینها اشتباه هست یکی اینکه تعریف لایسیته به درستی بیان نشده و اول هر منشوری باید اصل حقوقی اون رو که لایسیته هم از سیاست و هم از حکومت از هر دوتا جدا هست باید ذکر بشه هم از سیاست هم از حکومت تعریف یه کمی گنگی دو با این مسئله در واقع نوشته که اصل دهم ده هست نوشته دولت لایک در اداره داخلی هیچ مذهبی دخالت نمی کند نه این گونه نیست دولت لایک الان مثلا در فرانسه اگر که ببیند که آن مذهب دارد دخالت می کند در کار حکومت دولت لایک موظف دخالت کنه پس دولت لایک وقتی ببینه که مثل آقای مکرون در فرانسه امروز وقتی ببینه مسلمون ها به اصول لایسیته فرانسه اعتقاد ندارن مکرون میگه آقا این منشور لایسیته فرانسه رو باید امضا کن باید یعنی دیگه انتخاب نداره برای اینکه دارن وارد حوزه سیاستی میشن که کار مذهب نیست و پس بنابراین دولت لایک اگر ببینه در مذهب دارن ایده هایی مثل ولایت فقیه ولایت مطلقه فقیه در واقع تدریس میشه باید در مذهب دخالت کنه و اونها رو وادار کنه منشور لایسیته رو مؤسسات مذهبی بپذیرن پس اصل ده اشتباهه دولت لایک در اداره داخلی مذهب باید حتی برخی اوقات دخالت کنه تا اونجایی که مذهب میخواد به سیاست دخالت کنه یعنی فقط نه در همه جزئیاتش در اون قسمتی که مذهب میخواد به سیاست دخالت کنه مسئله بعدی که باز در این منشور جای پرسش هست این است که دولت لایک از طریق سیستم بانکی بر رد و بدل شدن وجوهات مذهبی نظارت می کند و از آنها مالیات دریافت می نماید بله ببینید وقتی شما جدایی دو تا چیز رو می پذیرید فرض کنید جدایی دو کشور الان افغانستان فرض کنید از ایران جدا شده افغانستان یک کشور دیگه است و ایران یک کشور دیگه ایران نمیتونه از افغانستان دیگه مالیات بگیره ما افغانستان هم نمیتونه از ایران مالیات بگیره وقتی شما جدایی کامل دین و مذهب رو میپذیرید این اشتباهی است که حتی در بسیاری از کشورها البته اینا اصول لایسیته نیست سکولاریزمی که دارن یواش یواش تو اروپا هم اینا رو قاطیش میکنن اینه شما وقتی لایسیته رو میپذیرید یعنی جدا، جدایی کامل دین رو از سیاست و حکومت پذیرفتید پس همون گونه که دین دخالت نمیکنه در امور شما شما هم نمیتونید بید از از وجوهات دینی پول یا مالیات بگیرید پس بنابراین این قضیه در همه کشورهای لایک هم هست و اینا وارد این مسائل نمیشن مسئله بعدی هم که باز در واقع هست این است که این اصلی که من برای شما گفتم اصل پونزدهم بود که دولت لایک اینجا نوشته از طریق سیستم بانکی میتونه مالیات بگیره بر فلان نه از وجوهاتش اگر جدا باشن نمیتونه بگیره و از مذهب نمیتونه مالیات بگیره مسئله بعدی هم که باز مسئله پرسش برانگیزی هست در واقع این اصل 16 این هست که نوشته دولت لایک حق استفاده پیروان مذاهب مختلف رو از فضای عمومی تضمین می نماید خب این یعنی چی؟ اگه از فضای عمومی اگه قرار کارناوال مذهبی تش... در جامعه اینها تشکیل بدن که خب این میشه همون تبلیغ مذهب که این که دیگه لایسیته نیست پس بنابراین مذهب حوزش میشه مسجد مذهب حوزش میشه حسینیه اگر در تاسو آشورا یک شیعه مسلمان بخواد کارناوال حسین رو را بندازه کارناوال میشه حسینیه حسینیه جای حسینه حسینیه جای کارناوال امام حسین برن در حسینیه کارناوال را بندازن برن در مسجد کارناوال را بندازن اما نمیتونن بیان وسط میدون اصلی تبلیغ بکنن و کارناوال را بندازن بنابراین این هم مخالف اصول لایسیته هست و هر دینی حالا من فقط ام هم نمیگم هر دینی نمیتونه بیاد کارناوال مذهبی وسط شهر انجام بده این میشه تبلیغ این میشه دخالت در در واقع حوزه عمومی و بنابراین این باید به حوزه خصوصی بره این مسائلی بودش که در این منش، منشور من دیدم حالات منشور که چرز کنم دو صفحه بیشتر نبود و تعریف لایسیته هم ارزم به حضور شما بسیار در اونچه کامل و درست نیومده بود این نکات رو من فقط به شما عرض کردم که بدونید مسئله فقط آقای مصدق نبوده که اون رو حالا ما بیایم بگیم یکی بگه پیروه که بگی دوستار مسائل دیگری هم در این منشور بوده اگر سوالی دارید بپرسید اگر نه که دوست دیگری بپرسید خیلی خیلی سپاس استاد خواهش میکنم خب دوست دیگری سوال دارند یا نه آقای امیر شما از واشنگتن سوالی از من کرده بودید میخواید بپرسید آ باشه, باشه 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 پس شما من اینو نمیدونستم پس شما سوالاتون رو در همون شبکه اجتماعی بنویسید من به شما جواب میدم من ببخشید من متوجه نبودم که شما نمیتونید صحبت کنید من متاسفم و پوزش میخوام حتما شما در چیز بپرسید در در شبکه های اجتماعی بنویسید من برای شما فایل صوتی میذارم خب دوست دیگری هست یا اینکه جلسه امروز رو تموم کنیم خب جلسه امروز رو دیگه تموم میکنم دوستان و تا هفته ژانویه با همه, با همه شما بدرود میگم سال نو میترایی سال هفت 59 میترایی رو به شما شاد باش میگم و امیدوارم که این سال سالی باشه که در ایران بالاخره از این ظلمت و از این تاریکی در بیاد و سالی باشه برای آزادی ما برای آزادی هویت ایرانی و برای آزادی کشور ما از قصب از قصب و توحش عربی اسلامی به سمت ابرتمدن هند و ایرانی و اروپایی یعنی ایران به صاحبانش که ایرانیان هستند بازگرده دوستدار سپاسگزارم از همه دوستان تا هفته همه جانویه بدرود من از طریق شبکه های اجتماعی و ایمیل با همتون تماس میگیرم بدرود